بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. درود و سلام بر تک تک شما بینندگان عزیز و گرامی، دوستداران شبکه جهانی وصال حق. الله سبحانه و تعالی را سپاسگزارم که بار دیگر به من و حضرت مولانا عبدالقدوس دهخان این توفیق را عنایت کرد که در خدمت شما عزیزان باشیم با قسمت دیگری از برنامه حجت بی حجت. تا بی حجت بودن این اشخاصی را که امامان منصوب از طرف الله سبحانه و تعالی می دانند برای شما عزیزان بیشتر آشکار بکنیم. تا هفته گذشته در مورد امام دهم صحبت کردیم و توهین ها، اهانت ها و دروغ هایی که دشمنان اهل بیت به این بزرگواران نسبت دادن و مسائل مهمی رو از کتاب حجت الکافی خدمت شما عزیزان حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان بیان نمودن و متاسفانه تا یا بگیم خوشبختانه تا این قسمت از برنامه تا هفته گذشته هیچ کس از علمای رافضه در طول این یکی دو سالی که این برنامه رو ما اجرا کردیم این جرأت رو پیدا نکردن که بیان و در مورد مسائلی که مطرح شده از خودشون، از کتاب کافیشون، از کلینیشون، از مجلسیشون، از استوانای دینیشون دفاع بکنن، چون این اشخاص اصلا نیاز به دفاع ندارن و دفاع از اینها سبب میشه که همون کسی که بخواد از اینها دفاع بکنه خودش هم زیر سوال بره، چون اینها به اندازه عداوت و دشمنیشون با اهل بیت پیامبر و با دین مبین اسلام و با قرآن کریم آشکار است که هر انسان منصفی اگر سری به این کتاب ها بزنه متوجه میشه که این کتاب ها مملو است از حقد و کینه ابن سبأ یهودی و شاگردانش به دین مبین اسلام و به اهل بیت و اصحاب بزرگوار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه حجت بی حجت و یک بشارتی هم به شما عزیزان بدم که هفته آینده انشالله موضوع مهمی رو به مدت یک ماه، یعنی تا آخرین هفته قبل از ماه مبارک رمضان، موضوع مهدویت رو انشالله مطرح خواهیم کرد و این دروغ بزرگی رو که در دین رافضه‌گری به عنوان امام زمان ساختن و توهین ها و اهانت هایی که به اسلام از این طریق شده، این مسائل رو انشاءالله از کتاب های معتبر روافض و از مصادر مهمشون و از زبان استوانه های علمی این دین ساخته یهودیت انشاءالله در این شبکه مطرح خواهیم کرد. من نخست عرض سلام و ادب دارم خدمت شما حضرت مولانا، حیاکم الله و خوش آمدید. بنده ام خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و احترام و وقت بخیر دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز انشاءالله خواهم بود. جزاکم الله خیر. جناب استاد، در برنامه حجت از اولین قسمت تا الان این عناوین رو که شما انتخاب می‌کردید برای این برنامه من متوجه می‌شدم. مثلا در مورد امام علی شروع کردیم تا رسیدیم به امام دهم. هر عنوانی رو که انتخاب کردید عناوینی بود که من متوجه به اصطلاح مطلب یا موضوع برنامه شدم. غیر از عنوان این هفته که حالا شما تا لحظات قبل از اینکه برنامه شروع بشه من ازتون پرسیدم، فرمودید که در برنامه متوجه خواهی شد. حسن عسکری امام المجاهیل یعنی چی؟ من یعنی هر چه سعی کردم که اینو جستجو بکنم متنی به ذهنم نرسید. الحمدلله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة والسلام على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین. هدف از این برنامه به صورت اصلی از روزی که آغاز شده و تا کنون و در ادامه این مطالب و جلساتی که انشاءالله خواهیم داشت این بوده که ما به اساسی ترین مسئله مذهب شیعه که وجه تمایز شیعیان از اهل سنت و جماعت هست و آن هم به استناد از قوی ترین و موثق ترین کتاب اعتقادی شیعه،
که قبل از کلینی کسی کتابی به عنوان کتاب الحجت که کتاب اعتقادی شیعیان باشد، کتابی با این وساقت و با این حجم و در واقع اطمینانی که شیعه بر اون دارند، چون این کتابی رو تألیف نکردند. من توصیه می کنم به علمای شیعه هم که متاسفانه روش علما و یا طلاب شیعه‌ای که امروزه در مجال شیعه و سنی مباحثی را ارائه می دهند این است که بیشتر می پردازند به موضوعات و مطالب حاشیه‌ای، به موضوعات اصلی و اساسی کمتر می پردازند. اصل مذهب شیعه اثبات امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و 12 امام به صورت کلی و اسمتشون هست که جانشینان بلافصل رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند. اما در این زمینه به جای اینکه این مطالب را یعنی بر بگردند به اصول علمی خودشون، به کتابهای معروف خودشون و از این طریق بخواهند این اصل عظیم مذهب شیعه را در واقع اثبات بکنند، میپردازند به حاشیه‌هایی که در این زمینه خودشون ساختند و پیراهایی که خودشون پدید آوردن، مانند این که ابوبکر چه کار کرد، عمر چه کار کرد، عثمان چه کار کرد، اهل بیت چگونه مظلوم بودن و یک سری از این مسائلی که هیچ گونه نفعی برای اثبات اصل امامت در واقع ندارم. اگر شیعه میخواد که اصل امامت را ثابت بکند، راهش این است که بر بگردند به کتابهای اصلی خودشون و اصیلترین کتابشون کتاب اصول کافی هست. در این زمینه میباید که بیان بررسی بکنند روایات این باب را، سره و ناسرهش را از هم دیگر جدا بکنند تا اینکه به نتیجه ما برسیم که واقعا آیا شیعه میتواند از طریق راویان خودش مهمترین اصل دینی خودشون را ثابت بکنند یا خیر. این مسئله هست که در این در واقع چندین ماه یا عرض بکنم که حدود 2 سال تقریبا شده، ما چون که شیعه این کار رو نکردن، ما گفتیم به جای شیعه ما این کار رو انجام بدیم و کتاب اصول کافی و کتاب حجت رو ما مورد بررسی قرار بدیم. در این بررسی ها ما به این نتیجه رسیدیم که تاکنون امامت هیچ یک از امامان شیعه بر اساس قواعد اصولی و حدیثی شیعه در واقع ثابت نیست. رسیدیم به این دقیقا ما قبل آخر که امام 11 هست و من خودم وقتی که روایات این باب را بررسی می کردم تعجب کردم، اونگونه که شما هم تعجب کردید از این عنوان، بنده هم تعجب کردم. جناب آقای کلینی در 20 سال زحمت تمامی که کشیده برای جمع‌آوری کردن این کتاب در مورد در باب اثبات امامت اشاره و نص بر حسن عسکری 13 روایت را جمع‌آوری کرده. 13 روایت هست که از این روایات هیچ کدامشون صحیح نیست. حتی یک روایت صحیح در این مجموعه 13 روایت وجود ندارد. گذشته از این وقتی که من حکم آقای مدرسی رو دیدم بر این روایات، از 13 روایت موجود 12 روایتشون مجهولند. از 13 روایت بله همشون دیدم که مجهول هستن. گفتم اسم این برنامه هم بگذاریم که حسن عسکری امام المجاهیل، که تمام کسانی که ادعای اثبات امامتش رو کردند یا روایاتی که در این زمینه آوردن همشون مجهولند، به حق امام حسن عسکری امام المجاهیل هست. نقطه دیگری که در این زمینه باید بهش اشاره کرد، نه تنها در کتاب حجت و در باب اشاره و نص بر حسن عسکری روایت صحیحی وجود ندارند، حتی در باب مولد ابی محمد حسن ابن علی که امام حسن عسکری هست، در این زمینه هم روایات صحیحی و قابل ارزشی وجود ندارند، به استثناء یک روایت، یعنی این که در کتاب در باب مولد ابی محمد الحسن ابن علی علیه السلام آقای کلینی 27 روایت رو جمع آوری کرده بعد از 20 سال تحقیق و تتبع و پژوهش، و نهایتا از تمام این 27 روایت، روایت 27 که آخرین روایت این باب هست، آقای مجلسی گفته که این روایت صحیح است. یعنی کلا در باب مولد 27 روایتند، یکی از این روایت رو گفته که صحیح است. پس بنابراین در باب مولد 27 روایت وجود داره و در باب اشاره و نص بر حسن عسکری 13 روایت وجود داره، یعنی مجموعاً میشوند 40 روایت، و از 40 روایت صرفاً یک روایتی رو آقای مدرسی گفته صحیح است، یعنی به تعبیر عامیانه 41 این روایت در واقع گفته که صحیح هستم.
این حکمی هست که ایشون بر این کتاب دادند و بر این ارزش این روایت رو در واقع برای شیعیان و برای غیر شیعیان مشخص کرده که انشاءالله از کلام خود آقای مجلسی و از کتاب خودش انشاءالله خدمت بینندگان عزیز من اینو نمایش خواهم داد. منتها قبل از این که وارد بحث دلایل امامت آقای امام حسن عسکری بشم، یک سری میزنیم در مورد روایاتی که در باب مولد آورده. همون گونه که عرض کردم، روایاتی که در باب مولد هست هیچ کدامشون صحیح نیست، به استثنای روایت آخریش که در واقع گفته که این روایت 27 یا حدیث 27 این صحیح است. روایات دیگری که در این باب وجود دارد همانند بسیاری دیگر از روایاتی که در مورد ائمه دیگر شیعه وجود داشتند، این روایات به جای این که منقبه ای را برای حسن عسکری بیان بکنند، چه بسا برخی از این روایات یک نوع در واقع تعنی هست بر حسن عسکری، یا به تعبیر دیگر که عرض بکنم که حجو ملیح که نمیشود گفت، بلکه حجو صریح هستند. یعنی به صراحت این در واقع اهانت کردن به حضرت امام حسن عسکری رحمت الله علیه. من فقط گوشی از این روایات را به خاطر اینکه در واقع وقتی خودشون اعتراف کردند که صحیح نیستند، یعنی این که ارزش بررسی کردن رو هم ندارن. منتها اگر یک کلام بگیم که این روایات صحیح نیست، باید برنامه رو تعطیل بکنیم تا آخر برنامه، باید بشینیم با همین روایات در واقع تحلیل بکنیم و بررسی بکنیم این روایات رو. در این باب 27 تا روایت ذکر کرده. در اینجا روایت اولش که یک روایت خیلی طولانی هست، تقریبا حدود 3 صفحه یا بیشتر از 3 صفحه رو از این کتاب رو در بر گرفته. در این روایت من نمیخوام که کل این روایت رو بخونم زیرا که خیلی طولانی هست، چند نقطه در اینجا قابل تأمل هست. یکی این که در اینجا جمله رو داره یا بنی ذاک امام الرافضه، ذاک امام الرافضه، اشاره به حسن عسکری هست که بهش گفته شده که امام الرافضه هست. این حتی در زمان ایشون هم این لقب رافضی معروف بوده که ایشون معروف بودن به امام الرافضه. این در جلد یکی این کتاب هست، صفحه 504. دوستان اینو اگر نمایش بدن، تا اینکه این خود این جمله رو من خدمت بینندگان نمایش بدم، در این قسمت هست که در اینجا اشاره کرده یا بنی ذاک امام الرافضه. این یک نقطه هست در اینجا. و نقطه دیگری که در اینجا قابل تأمل هست، در همین صفحه مطلبی هست که در مورد برادر حسن عسکری رحمت الله علیه ذکر کردن که فقال ومن جعفر فتسالن خبره. جعفر کی هست که شما میخواهید در مورد جعفر از من بپرسید؟ او یقرن بالحسن، یا این که جعفر را با حسن بخواهید که مقایسه بکنید، یعنی که حسن عسکری و برادرش که جعفر بوده که معروف بوده به جعفر کذاب، این که اینو شایع کردن در مقابل جعفر صادق. میگوید که جعفر معلن الفسق، ایشون فسقشون ظاهر هست، آشکار هست، فاجرون ماجنون، فاجر بدکار هست، شریب للخمور، شرابخوار هست، اقل من رأیته من الرجال و احتکم لنفسه، ذلیل‌ترین فردی هست که من تاکنون دیدم و خیلی انسان بی حرمتی هست، خفیف قلیل فی نفسه، بسیار بی ارزش هست، لقد ورد علی السلطان، بعد توضیح میداد که رفته نزد سلطان و گفته که من در واقع جایگاه پدر خودم رو در این زمینه، جایگاه برادرش رو در واقع داشته باشه. یعنی این میشه جعفر عموی امام زمان. عموی امام زمان، بله. و مطلب دیگری که در اینجا ذکر شده این است که حسن عسکری در زمان وفات خودش هیچ گونه بچه‌ای رو نداشته. به اعتراف این روایت، یعنی ایشون بچه‌ای رو نداشتند، اموال و ثروتی رو که حسن عسکری داشته در میان برادرش، یعنی همین آقای جعفری که گفتن شرابخوار هست، و در میان مادر امام حسن عسکری در واقع تقسیم شده. این مطلب رو در صفحه بعدی آورده. ولما دفن اخذ السلطان والناس في طلب ولده، زمانی که ایشون دفن کردند، سلطان و مردم همه دنبال فرزند حسن عسکری بودن، ببینن فرزندی دارن، و کثرت تفتیش و فی المنازل، در تمامی منازل میرفتن بررسی میکردن، تفتیش میکردن، و دور و توقف عن قسمت میراثه، و میراثشون رو تقسیم نکردن، ولم یزل الذین وکلوا بحفظ الجاریه التي توهم عليها الحمل لازمین. اون کسانی رو که گفته بودن شما این کنیزک رو بپایید ببینید که آیا این حامله هست یا حامله نیست، اینا دی 24 ساعت مشغول مراقبت بودن ببینند که آیا حامله
هست مادر امام زمان و زن آقای حسن عسکری یا نیست، حتی تبین بطلان الحمل تا اینکه ظاهر شد که ایشون حملی رو در شکم نداشتن. فلما بطل الحمل، زمانی که همه مطمئن شدند که حملی وجود ندارد و مادر امام زمان در واقع به امام زمان حامله نبوده، فلما بطل الحمل عنهن قسم میراثه بین امه و اخیه، میراث حسن عسکری را در میان مادرش و در میان برادرش گرفتند و تقسیم کردند. در این روایت صراحتا اومده که حسن عسکری فرزندی رو نداشته و وارثانی که از حسن عسکری در واقع به جا موندند کسی نبوده به استثنای برادرش همین جعفر شرابخوار. البته این گونه نبوده، اینا افترا هست و دروغ هست به برادر حسن عسکری و فرزند امام هادی. منتها ادعایی هست که شیعه این ادعا کردن به خاطر اینکه بسیاری از شیعیان حسن عسکری بعد از وفات حسن عسکری معتقد بودند به امامت همین جعفر و اون کسانی که مخالف جعفر بودند خب و می‌خواستند که امامت رو به امام موهوم امام زمان برسونند، خب در موردش دیگه این گونه مطالب را نقل کردند که به هیچ عنوان اینها بهری از صحت ندارد و به خاطر چنین روایات نمی‌شود یک انسان مسلمان رو انسان متهم بکنند. به خاطر همین بهش میگفتن جعفر کذاب، یعنی که ادعای دروغین امامت کرده. بله، اگر واقعا این جعفر رو میگفتند که این امامزاده هست. و جالب اینجا است که در ایران هر جایی که قبری وجود داره میگن امامزاده هست و هر امامزادی هم در واقع نمیدونم که تبرک داره و مردم میرن سراغش و قبه‌ای هست و بارگاهی داره و مردم از اون میرن تبرک میجوین، توسل میکنن. خب این جعفر هم امامزاده هست، پدرش امام بوده، امام دهمش ما شیعیان هست. چگونه شده که این شده کذاب؟ به علت این که فقط با چند نفر انسان دروغو و سوجو در واقع در افتاده و اون امامتی اصلا امامتی وجود نداشته، امامتی وجود نداشته. افرادی که میخواستند که از حسن عسکری سوء استفاده بکنند و فرزندی رو برایش بیان و بیان بکنند، ایشون ظاهرا رفت و گفت که حسن عسکری فرزندی نداشته و وارثش من هستم. اگر واقعا معتقد بین باشند که این حسن در واقع راست گفته، یک آقای برادر حسن عسکری راست گفته که جعفر هست، جعفر ابن فرزند امام هادی، اگر این راست گفته باشد یعنی این که اصل امامت و مهدویت کاملا از بین میرود، زیرا که برادرش و عمویش گفته که چنین فردی در واقع وجود ندارد. یعنی همونطوری که در راستای اثبات خرافاتشون حاضرن که به الله سبحانه و تعالی تهمت ببندن، به رسول الله توهین بکنن، به علی و فرزندانش توهین بکنن، در همون راستا میان به خاطر مخالفت جعفر این رو به کذاب و به شرب خمر و به فسق و به این چیزا مرتبط میدونه. قطعا دلیل دیگر غیر از این وجود نداره و عرض کردم که این مطالب به هیچ عنوان ثابت نیست و نمیتوانیم که فرزند امام هادی رو شرابخوار و فاسق بخونیم. این فقط برای کسانی خوشایند هست که میخواهند که در واقع امامت رو از ایشون منحرف بکنه. ایشون هم ادعای امامتی رو به این معنی که امروز شیعه قائل هستن چنین امامتی رو در واقع مدعی نبوده، منتها به هر صورت ولی امر بوده و وارث برادرش بوده، زیرا که برادرش فرزند دیگری رو نداشته. و این نشان میده این که شیعیان در طول تاریخ با کسانی که مخالف بودن روایات جعلی رو در مذمت اونها برای این که اصلا ایمان اونها را و صداقت اونها را زیر سوال ببرن، در این زمینه روایاتی رو بسیار گسترده در واقع جعل کردن. جناب استاد، شما بارها در برنامه حجت بی حجت فرمودید که کنینی وقتی ابواب رو مرتب می‌کرده صحیح‌ترین روایت رو در شماره اول قرار می‌داده. بله. یعنی اولین حدیث هر باب صحیح‌ترین حدیث از دیدگاه کلینی است. بله. این روایت الان سه موضوع مهم داره، یکی قضیه رافضه، یکی جعفر شرابخور فاسق، یکی هم حسن عسکری فرزندی ندارد. این صحیح‌ترین روایت بنابر تحقیقی که به اصطلاح خود علمای شیعه کردن در مقدمه این کتاب هست که در واقع نوشتن، در تحقیق این کتاب گفتن که بنابر تحقیقی که انجام شده و محققین کتاب اصول کافی رو نگاه کردن، روش آقای کلینی این بوده که هر روایتی رو که از دیدگاه ایشان قوی تر بوده، صحیح تر بوده، اینو در ابتدای کتاب در واقع ذکر می‌کرده. اما در این باب ما می‌بینیم که برعکس شده. آقای مجلسی روایت آخر
آخر این باب را گفته که صحیح است و اینم تناقض ذات خودشون، تناقض قطعا تناقضی در این زمینه است که به تصحیح و تضعیف این آقایون هم نمیشه چندان در واقع اعتماد کرد. اگر واقعا این روایات روایاتی هست که میشود ارزش این را دارد که در کتاب اصول کافی باشن، موثق ترین کتاب شما، و در زحمت حاصل تلاش 20 ساله آقای کلینی باشد که موثق ترین کتاب شما و امامش یه در زمان خودش بوده، اگر واقعا این ارزش رو دارد، خب این مطالبی هست که در این کتاب و در این روایت در واقع اومده و ذکر شده. اگر ارزش دارن باید اینو بپذیرید، اگر ارزش ندارن این در واقع مساوی هست با اعلام بی اعتبار بودن کتاب اصول کافی. وقتی که اولین بابش یا در یک بابی که 27 تا روایت دارد 26 تاش رو آقای مدرسی گفته که ضعیفند و مجهولند، یعنی این که این کتاب در واقع ارزش علمی رو ندارن. این روایت اول بود که ما انشالله در این موارد در بحث مهدی انشالله به صورت مفصلتری در این زمینه بحث میکنیم. گرچه ما در سال گذشته در ماه شعبان تقریباً 5-6 تا برنامه داشتیم و مطالبی رو در این زمینه خدمت بینندگان عزیز ما عرض کردیم و در این ماه آینده، یعنی در سال دیگر انشالله، مطالبی غیر از مطالبی گذشته که ما در این زمینه مورد بررسی قرار دادیم انشالله مطالبی دیگر رو خدمت بینندگان عرض میخواهم کرد. روایت سومی که در این باب اومده، من قبلا در هفته گذشته معجزه های ناکارآمد ائمه رو بررسی کردم که این همه صدها و هزاران معجزه‌ای رو که داشتن، اینها منجر به این نشد که حتی شاگردان ائمه و اصحاب ائمه در واقع به امامت ایشان اعتراف بکنن، اون گونه که بسیار از اونها دچار شک و تردید بودن، مانند زراره و هشام ابن سالم و شیطان الطاخ و نمیدونم برخی و بقیه تمام کسانی که بوده، حتی نزدیکان ائمه در واقع از این حیرت و سرگردانی در واقع رهایی نیافتن، به این معنی که این معجزه ها معجزه های ناکارآمدی بوده. در روایت سوم همچنین یک معجزه رو این امام عسکری در واقع نشان داده و جالب هست که این معجزه رو برای یک فرد واقفی انجام داده و خود اون واقفی با این که معجزه رو دیده باز هم مسلمان نشده، یعنی شیعه امامی اثناعشری نشده. جریان از این قرار هست که یک فردی به نام محمد ابن علی ابن ابراهیم، محمد ابن علی ابن ابراهیم، این میگوید که دوستان این نمایش بدن، این روایت سوم این باب هست، یک فردی به نام محمد ابن علی ابن ابراهیم ابن موسی ابن جعفر، این میگوید که ضاق بن الامر، ما دچار تنگنا شدیم و وضعیت زندگیمون خوب نبود، و فقال لی ابی، پدرم به من گفت که بلند بشو بریم پیش این مرد، یعنی ابا محمد، پدر محمد در واقع محمد مهدی که همون حسن عسکری هست، فانه قد وصف عنه سماحه، ما درباره بزرگواری این آقا خیلی شنیدیم، بریم ببینیم شاید به ما کمکی کرد. خلاصه اینکه حرکت کردند، رفتند پیش ایشون و در همین مسیر راه پدرش در واقع میگفت که ما به 500 درهم نیاز داریم، ما یعنی خود این پدر میگفت که من به 500 درهم نیاز دارم، ما احوجنا الى ان یامر لنا به 500 درهم، چه خوب بود که به ما دستور میداد که به ما 500 درهم بدن، 200 درهمش رو لباس میکردیم، 200 درهمش رو میدادیم به قرضه های خودمون و 100 درهم دیگرش رو هم برای خودمون خرج میکردیم. فقلت فی نفسی، این پسر میگوید الان، اون حرف پدر بود که محمد ابن علی میگوید که من پیش خودم گفتم لیت هو امر لی ب 300 درهم، کاش که این امام دستور میداد که به من 300 درهم بدن، 100 درهمش رو من یک اولاغی میخرم، 100 درهم دیگر خرج خودم باشه و 100 درهم دیگر رو من در واقع لباسم باشه. خلاصه رفتن پیش حسن عسکری و نشستند و صحبت کردن، وقتی که بیرون رفتن دیدند که حسن عسکری دست غلام خودش یک کیسه ای رو داده، دو تا کیسه بودن که در اون پول بوده و یکی از این کیسه ها رو به پدر داد و یکی از این کیسه ها رو به فرزندش داد. میگوید که فقال یا سیدی، فلما خرجنا من عنده، زمانی که ما خارج رفتیم، جا انا غلامه، غلامش آمد، فناول ابی سرتن، یک کیسه پولی را داد به پدر من، فقال هذه 500، اینا 500 درهم هست، 200 درهمش لباس بخر، 200 درهمش رو بده به قرضه های تو، اونو پرداخت بکن، 100 درهمش هم برای خرج خانواده، و اعطانی سرتن، یک کیسه دیگه به من داد، فقال هذه 300 درهم، این کیسه 300 درهم توش هست، که اجعل 100 فی ثمن حمار، 100 تاش بهای الاغ هست و 100 تای دیگه برای کسوه هست لباست و 100 تای دیگه برای نفقه خانواده است، ولا تخرج الى الجبل، مواظب باش به کوه نرو، منطقه که می‌خواستی بری اونجا هم نرو، و سر الى صورا، فصار الى صورا و تزوج بامرته، این بنده خدا محمد هم رفت در صورا و در اونجا هم ازدواج کرد، فدخله اليوم 1000 دینار
و امروز درآمدش 1000 دینار است. میخواست برود به کوه برای امرار معاش، گفت به کوهنه رو برو به سورا و برو در اونجا و ازدواج کرد و خلاصه وضعیتش خوب شد. و این جملهش واقعا جالب است. و مع هذا یقول بالوقف، اما با وجود این واقفی هست، با وجود این که این معجزه رو دیده، بازم ایشون در واقع واقفی هست و به امامت خود امام حسن عسکری، امامت پدرش، امامت پدر بزرگش، امامت فرزندش در واقع هیچ گونه اعتقادی رو نداشته و وقف کرده بر امامت امام موسی کاظم. این روایت سوم هست. پس بنابراین این یکی از نمونه های معجزات ناکارآمد در واقع این ائمه هست. و روایت دیگری که در این زمینه وجود دارد و که علی ابن محمد هست که روایت اینو میگه که یک اولاغی، این بنده خدا اولاغه، از بس که خجالت کشیده بود غرق عرق شد. اولاغ از بس که خجالت کشید غرق عرق شد. این همون اولاغی نیست که روایت میکنه؟ نه، غیر از اون اولاغ هست، یک اولاغ چموشی بوده. این درمون این روایت از علی ابن محمد، از ابی محمد، محمد ابن علی، دوستان که از علی ابن ابی علی، محمد ابن علی ابن ابراهیم، قال حدثني احمد ابن الحارس القزوینی. این آقای احمد ابن الحارس قزوینی، آقای قزوینی در واقع دامپزشک بوده، یکی از دامپزشکان بوده که در محضر امام بوده ظاهرا. قال كنت مع ابي بسر من راه، من همراه پدرم در سر من راه سامر را بودم. و كان ابي يتعاطى البيتره في مربت ابي محمد، شغلش همون دامپزشکی بود در همون استبل ابی محمد که پدر امام مهدی باشند. و کان عند المستعین بغلون، یک قاطر و استری هم بود نزد مستعین. توضیح میدهد که این استر خیلی زیبا بوده، لم یره مثلو حسنا و کبرن، و خیلی بزرگ بوده. و کان یمن و زهر، اما هیچ کسی نمیتونست که اینو مهارش بکند و رام بکند و بر این سوار بشود. نهایتا توضیح میدهد به این که فلم يكن لهم خيل حيلة في ركوبه، فقال له بعض ندمائه، بعضی از این ندمای این مستعین بهش گفتند، یا امیر المؤمنین الا تبعث الى الحسن ابن الرضا حتى يجي، یک کسی رو بفرست بره پیش حسن ابن که معروف بود به ابن الرضا، حسن عسکری، فاما ان يركبه واما ان يقتله، یا یک کاری بکنه با این الاغ چموش، یا اینکه رامش بکنه، سوارش بشه، یا اینکه حداقل اونو بکشه، دست ما که نمیرسه کاری بکنیم، فتستريح منه، ایشونو صدا بزنید تا کاری بکنه. قال فبعث الى ابي محمد، یک فردی رو فرستاد نزد ابو محمد، و مضى معه، ابي پدرم هم همراهش رفت. فقال ابي لما دخل ابو محمد الدار كنت معه، فنظر ابو محمد الى البغل، وقتی که امام عسکری وارد اون استبل شد، نگاهی انداخت به اون استر و قاطری که وجود داشت واقفا في صحن الدار، که در وسط خونه ایستاده بود. فعدل اليه، امام عسکری راهش رو کج کرد، رفت به طرف اون استر و قاطر، فوزع بيده لا كفله، و دست خودش را پشت اون اولاغ یا قاطر در واقع گذاشت. قال فنظرت الى البغل وقد عرق حتى سال العرق منه، به محض این که امام دستش روی کفل اون اولاغ یا استر گذاشت، دیدم که اون اولاغ و اون قاطر در واقع عرق کرد، حتی سال العرق منه، تا اینکه این بند، این در واقع حیوان، از بس که شرمگین شده بود در واقع عرق از بدنش کاملا جاری شد. الان در ادامه توضیح میدهد که در چگونه رامش کرد و سوارش شد، در داخل اون خونه رفت و این اولاغ از بعد از اون دیگه یک اولاغ رامی شد. این هم در واقع یکی از معجزاتی هست که در این زمینه برای امام نقل کرده. و یکی دیگر از معجزاتی که در این روایت اومده، که متاسفانه این روایت یک روایتی هست که به جای این که در واقع یک مدحی باشه برای امام، در واقع یک نوع مذمتی هست برای امام که چنین چیزی رو در واقع در اینجا ذکر کرده باشه. این روایت 15 این باب هست، دوستان نمایش بدن این رو. و خلاصه جریانش این است، من قبلا این جریان رو تعریف بکنم، که یک فردی از شیعیان اومد در محضر امام و تا اینکه وارد شد، امام ازش پرسید که اسب چی شد، اسبی رو که داشتی؟ گفت که الحمدلله اسب هنوز هم دارم و صحیح و سالم است. امام بهش گفت که برو این اسب امشب هر طوری شده این اسب رو بفروش،
هر طوری که شده امشب این اسبو دیگه بده بره به هدیه میده، نمیدونم اگر مشتری پیش اومد این گیرت اومد این بفروش براش. خب الان سوال اینجا هست که چرا امام این همه اصرار داشته که این آقای این شیعه در واقع اسب خودش رو بفروشند؟ علتش این بوده که امام میدونسته که این اسب فردا میمیرد، چون که فردا میمیرد امام بهش اصرار کرده که همین امشب برو یک جوری اینو آبش کن که رو دست نمونه و تو ضرر نکنی. الان این تعریف هست برای امام که امام علم غیب رو داشته، یا این که در واقع نشان فریبکاری امام هست و توصیه کرده برای فریبکاری که برن به مردم در واقع فریب بدن. خب اون کسی که رفته اگر اسب رو بخرد اونم احتمالا شیعه بوده یا غیر شیعه، هر انسان مسلمان و غیر مسلمانی که باشد، این در واقع شما اونو فریب دادی، میدونی که این اسب تا فردا میمیرد، این میروید بر یک فردی در واقع قالب میکنید. این روایت 15 هم هست و دوستان نمایش بدن. اسحاق قال حدثني علي بن زيد، علي زيد بن علي بن الحسين ابن علي قال كان لي فرس. این آقای زید هست که علی ابن زید ابن علی میگوید که من اسبی رو داشتم و کنتو بهی معجبن، این اسب برای من خیلی خوشم میومد از این اسب. اکثر ذکرو فی المحال و فدخلت على ابی محمد یوما، یه روز رفتن نزد امام ابو محمد حسن عسکری، فقال لی ما فعل فرسک، اسب چی شد؟ فقلت هو عندي و هو ذا هو على بابک، هنوز دارم، اینه که کنار در شما بستم، با همین اسب اومدم من. و عنه نزلت فقال لی استبدل بهی قبل المساء، تا شب نشده اینو عوض بکن، استبدل بهی قبل المساء، این قدرت علا مشتری، اگر مشتری پیدا شد اینو عوضش بکن بفروش، ولا تؤخر ذالک، اینو تاخیر نکن دیگه، جایی برای تاخیر کردن نیست. و دخل علینا داخلون، یک فردی اومد، ما مشغول این صحبت بودیم، کسی دیگر اومد وارد مجلس شد، و انقطع کلام، این حرفم دیگه تمام شد. منم موندم که امام چرا به من توصیه کرده که خیلی زود این اسبتو ببر و بفروش. میگه وقت صلینا العتمه فقال یا مولای نف فرسوک، ما امین که نماز عشاء رو خوندیم دیدم که این برده من اومد و گفت که یا مولای نفق فرسوک، اسبت مرد. حرف امامو قبول نکردی، امام گفته بود که قبل از شب این اسبو ببر و آبش بکن به یک کسی بفروش، و تو هم که نبردی نفروختی، اینه که اسب تو مرده. نمیدونم اینو به چه تعبیری، اینو یک منقبه‌ای هست برای امام که در اینجا بیان کردن، یا اینکه یک نوع در واقع عرض کردم که هجو ملی، هیچی هجو صریح هست. امامی که میداند این اسب در واقع میمیرد چگونه میآید و شیعه خودش را توصیه میکند برای فریبکاری که برود اینو بر یک فرد دیگر غالب بکند و خودش هم میداند که این اسب در واقع میمیرد. و روایت دیگری که در این باب اومده همشون از همین باب از همین قبیل هست، یعنی دلالت بر علم غیب دارند که امام در واقع علم غیب داشته و این علم غیب رو امام میومده ازش سوء استفاده میکرده به نفع شیعان خودش. این روایت 15 هم هست. و روایت دیگری در اینجا وجود داره، روایت 19 هم هست، اینم در واقع یکی از همین قبیل روایات هست. به جای این که تعریفی باشد برای امام، این در واقع یک نوع مذمتی هست و یک نوع زیر سوال بردن خود امام هست. روایت 19 هم اشاره به این میکند که امام در واقع اون کسی را که وکیل امام بوده، وکیل جمع‌آوری اموال بوده برای امام، این انسان فاسدی بوده و انسان همجنس بازی بوده، و اضافه بر این انسان در واقع هم جنس باز رو امام به عنوان وکیل خودش انتخاب کرده و اضافه بر آن اینو در خونه خودش هم جا داده. روایت 19 هم هست، دوستان نمایش بدم. روایت 19 هم اسحاق اینو نقل کرده، قال حدثني يحيى بن الخشيري من قريه تسمى غير قال كان لابي محمد وكيل. ابو محمد یک وکیلی رو داشت، ابو محمد که حسن عسکری هست وکیلی رو داشت، قد اتخذ معه في الدار حجره، که همراه با امام تو یکی از اتاقای خونش زندگی میکرد. قد اتخذ معه فی الدار حجره، که همراه با حسن عسکری در اون خونه یک حجری رو داشت، یعنی یک حجری از اتاقای خونه رو امام حسن عسکری به ایشون داده بود. یکون فیها معه خادم ابیض، معمولا در کنار این وکیل امام حسن عسکری یک خادم سفید رنگی هم بود، یک خادم خوشگلی هم در کنار این در اون اتاق زندگی میکرده. فاراد الوکیل الخادم على نفسه، یک روز میخواست که با این خادم سفید رنگ در واقع همجنس بازی بکند. فابا الا ان یاتیه بنبیذ، گفت نه باید شراب حتما باشه، بدون شراب دیگه این کار رو انجام نمیدیم. فحتال له بنبیذ، رفت خلاصه شرابی هم پیدا کردن آوردن. ثم ادخله علیه، شراب رو آوردن و بینه و بین ابی محمد ثلاثه ابواب مغلقه، این دیگه کرامت امام یا معجزه امام هست، سه تا در بود که این درها رو پشت سر هم بسته بودند، این درها یکی به یک باز میشد و امام از پشت در
فرار رسید. قال فحدثني الوكيل قال اني لمنتبه، من حواسم بود، اذا انا بالابواب تفتح، دیدم که این دروازه ها یک به یکی باز می شوند. حتی جاء بنفسي، خود امام اومد، فوقف على باب الحجره، روی کنار در ایستاد، ثم قال يا هؤلاء اتقوا الله خافوا الله، فما فلما اصبحنا امر ببيع الخادم و اخراجي من الدار. فردا که شد به من دستور داد که در واقع برده رو بفروشند و منم از خونه بیرون کرد. الان این امامی که میگویند عالم بماکان و بما یکون بوده، عالم الغیب بوده و بنابر روایاتی که در این زمینه دارند، ائمه گفتند که ما هر فردی رو که ببینیم از همین دید ظاهری ما میفهمیم که این مؤمن هست یا منافق هست، و ظاهر و باطن انسان در واقع خبر دارند. قبل از این مگر این امام نمیدونست که این وکیلش وکیل همجنس بازی هست، فاسد الاخلاقی هست؟ اینو چرا در واقع وکیل خودش کرده؟ بعد از اینکه وکیلش کرده، چون این انسان فاسدی رو چرا او آورده در منزل خودش و در اونجا یک اتاقی رو هم بهش در واقع داده بوده؟ یا میگن که امامان که بر همه مفاصل جسم کنترل دارن، همه عضلات جسم انسان رو میتونن که کنترل بکنن، یعنی این کارهایی که این خادم داشت انجام میداد، خب امام میتونست کنترلش بکنه با ریموت کنترل کنه. ظاهرا ریموتش، باتریش حتما در واقع ضعیف شده بود، از راه دور کار نمیکرد، مجبور شد خودشون بلند بشن بیان و جلو این منکر را بگیرن. به هر صورت این گونه روایات قطعا ما میدونیم که دروغ هست، افترا هست بر حسن عسکری، و اون کسانی که این روایات را جعل کردن هدفی غیر از این که در واقع شرافت این ائمه بزرگوار را زیر سوال ببرن، هدف دیگری نداشتن. و از این قبیل روایات در این باب خیلی زیاد هست و روایات غیر معتبری هستند. و جالب اینجا هست که از روایت نهم این باب که شروع می شود تا روایت 22 همه اینا رو یک فردی نقل کرده، یعنی آقای کلینی انگار که قحطی بوده، راوی رو پیدا نکرده و این تمام اینها رو از یک فرد روایت کرده. به طور مثال دوستان اینو نمایش بدن، من فقط این نمونه رو ذکر می کنم. اینجا از اسحاق هست، روایت نهم از اسحاق ابن محمد نخعی، و روایت دهم دوباره اسحاق، روایت دهم اسحاق، روایت یازدهم اسحاق، روایت دوازدهم اسحاق، سیزدهم اسحاق، چهاردهم اسحاق، تا روایت 22 که میره تمام از همین یک فرد اینو آورده روایت کرده. و حتی در باب در واقع امامتش هم فکر کنم از این فرد روایاتی رو داره. تمام اینها دلیل بر این هست که اون کسانی که این روایات رو جعل کردن به هیچ عنوان خیرخواه ائمه نبودن، دوستان ائمه نبودن، حتی بسیار از اونها در واقع اعتقادی به امامتی که امروزه شیعه بیان میکنن چون این اعتقادی رو در واقع نداشتن. اون کسانی که این روایات را جعل کردن هدفشون فقط بد کردن و توهین به ائمه بوده. جعفر به قول خودشون کذاب را، برادر حسن عسکری رو که صراحتن گفتن فاسق بوده، فاجر بوده، شرابخوار بوده و در واقع این نسبت دادن. امام حسن عسکری را با در داخل لفافه آوردن تهمت زدند که ایشون در واقع انسان فریبکاری بوده، به شیعیان میگفته که قبل از اینکه اسبت بمیره برو اینو بفروش. خب این یک ضرر رساندن به برادر مسلمان هست، و همچنین این در واقع یک انسان فاسد الاخلاقی رو با این در واقع مراوده و رفت آمد داشته و اینو به عنوان وکیل خودش انتخاب کرده و اضافه بر آن این آورده در منزل خودش جا داشته. و این امامی که با چنین وکیل‌هایی در واقع رفت آمد داشته باشد، معلوم می‌شود که خود این فرد هم در واقع از نظر ظاهری وقتی ما نگاه بکنیم اون کسی که امامی که وکیلانش این کاره بودند، پس بنابراین حداقلش این است که سوء تفاهمی ایجاد می‌شود که خدای نکرده که این انسان، این امام در واقع انسانهای بد و انسانهای فاسق و فاجر را دور بر خودش در واقع جمع کرده و اونا هم در واقع آله دست این امام هستند و امام هیچ گونه پروایی رو ندارد. هر مالی رو که این انسانهای بدکار و فاسد بیارن امام هم قبول میکند، به عنوان وکالت در واقع اینا رو وکالت داده و نائب امام در واقع زمان هستند. بله، جزاکم الله خیر. عزت استاد، شما تا روایت 22 اومدید متوقف شدید، ادامه این روایت ها؟ روایت بقیهشون تمام منام، این از بحث یعنی در واقع ارزش گفتن رو نداره، همشون از این سری در واقع روایاتی هست که یک نوع کرامت هایی رو دار یا حجت یا معجزاتی رو بیان کرده. شما که اصرار داری من چند مورد دیگر رو ذکر بکنم، فقط یک مورد رو من بهش اشاره میکنم. یکی از راویانی که مورد اعتماد شیعه هست به نام ابو هاشم جعفری هست. بله، که ابو هاشم جعفری رو که باش کار داریم بعدا انشاءالله در ادامه برنامه های آینده در مورد مهدویت با این ابو هاشم ما کار داریم. این آقای ابو هاشم اونگونه که در این باب اومده، در این باب تنها یعنی 3 مورد
سه مورد و سه روایتش فقط در مورد همین ابو هاشم هست که خودش اینها رو روایت کرده و بیان از تکدیگری این ابو هاشم داره. هی می اومده نزد امام و از امام در واقع اخاذی میکرده و به این خاطر در واقع خودش رو بسته بوده به این امام. از اون از وکیلای امام که آدمای در واقع همجنس بازی بودن، این فردی که جز اصحاب امام بوده میرفته سر چند روز دوباره می اومده که امام من چیزی رو ندارم، یک چیزی به من کمک بکن. در خود همین یک باب فقط در سه مورد فقط در همین روایت هست. در جاهای هاشم جعفری یکی از روایات است. بله، ابو هاشم جعفری داوود ابن ابراهیم اگر اشتباه نکنم اسمش هست، یکی از راویان سخه شیعه هست. سخه بودنش به خاطر همین هست، اون کسانی که حتی وکیل امام بودن بسیار از اونها مورد اعتماد امام بودن، این گونه افرادی بودن که بعد از امام هم بسیارشون مانند علی ابن محمد در واقع اومدن انکار کردن موت امام رو به خاطر اینکه این اموال رو بازم داشته باشند و بازم این وکالت رو و نیابت رو داشته باشند. این ابو هاشم جعفری در روایت پنجم و روایت دهم و روایت 21 روایت پنجم و دهم و 21 این مطلب را بیان کرده. روایت پنجم رو دوستان نمایش بدم. علی هست ان ابی احمد ابن راشد ان ابی هاشم الجعفری، آقای ابو هاشم جعفری هست، قال شکوت الى ابی محمد علیه السلام الحاجته، رفتم اظهار نیاز کردم پیش امام عسکری، فحک بصوته الارض، با عصای خودش زمین را در واقع خراشی داد، قال و احسبه غطاه بمنديل، و با یک پارچه این زمین رو پوشید و اخرج 500 دینار، از زیر این چادر در واقع 500 دینار برای من بیرون آورد و فقال یا ابا هاشم خود و اذرنا، اینو بردار و دیگه بیشتر از این نداری، ما رو معذور بدار. این روایت در واقع که نمیدونم این شعبد بازی هست یا معجزه هست، به هر صورت مطلبی رو که از این ثابت میکند این است که ابو هاشم جعفری به خاطر این دوربر امام عسکری رو گرفته بود که در واقع از ایشون سوء استفاده بکند و مالی رو کسب بکنه. روایت دهم باز هم یکی از روایت هست که این آقای اسحاق اینو نقلش کرده. حدثنی ابو هاشم الجعفری، ابو هاشم جعفری به من گفت قال شکوت الى ابي محمد زيق الحبس وكتل القيد، من میگه زندان بودم، برفتم پیش امام بعد از این و به امام گفتم که من زندان بودم و وضعیتم زیاد خوب نیست، فكتب الي انت تصلي اليوم الظهر في منزلك، امروز ظهر در منزل خودت در واقع میروی نماز میخونی. گویا که در واقع همراه با امام زندان بوده، در داخل زندان امام بهش گفته که فردا امروز تو آزاد میدی، فا اخرج تو فی وقت ظهر، وقت ظهر که شد منو از زندان آزاد کردن، فصلیت فی منزلی کما قال و كنت مزيخا، وضعیتم بسیار خراب بود از نظر مالی، فاردت ان اطلب منه، من دلم زبانم رو به اصطلاح هی میخواستم بگم که امام من مشکل دارم، دیدم نتونستم اینو بگم، فاردت ان اطلب منه دنانی رو فی الكتاب فاستحییت، در اینجا نمیده فی الكتاب کتاب معمولا به معنی مکتب خونه هست، فاستحییت، من شرم کردم، اون مرتبه قبلی شرمش نکرده بود در واقع، الان شرم کرده، فلان ما سرت الى منزلی، وقتی که برگشتم به منزل خودم رفتم، وجه الی به 100 دینار، امام برای من 100 دینار فرستاد و کتب الی یک نامه هم نوشت که اذا کانت لك حادثه فلا تستحی ولا تحتشم، وقتی که نیازی داشتی شرم نکن دیگه، جای شرم نیست، و اطلب ها فانك ترى ما تحب ان شاء الله، هر چی رو بخوای ان شاء الله از ما دریافت خواهید کرد. این روایت دهم هست و همچنین روایت 21 این باب که باز هم از این آقای ابو هاشم جعفری هست، این باز هم از روایت همین آقای اسحاق. اسحاق از ابی هاشم روایت کرده قال دخلت على ابی محمد یوما، یه روز رفتم نزد ابو محمد حسن عسکری و انا اريد ان اساله ما اسوق به خاتما اتبرك به، میخواستم برم نزد امام بگم یک چیزی به من بده، طلای نقره ای که من یک انگشتری درست بکنم به خاطر تبرک، از امام میره و طلب میکند که یک چیز رو بهش بده تا یک انگشتری برای خودش درست بکند، اتبرک به، فجلست و انسی تو ماجئت له، من رفتم اونجا نشستم و یادم رفت که برای چی اومده بودم، فلما ما ودعت و نهست و رما الی بالخاتم، وقتی من بلند شدم امام انگشتر خودش انداخت به طرف من، فقال اردت فزتا فعتیناک خاتما، تو دنبال نقره بودی فعتیناک خاتما، تو نقره میخواستی ما الان انگشتر به تو دادیم، یعنی نقره میخواست که برود انگشتری درست بکند ما به تو خاتم و انگشتری
دارین. ربحت الفصه والکرا، و شما اینجا نگین این انگشتری رو فایده کردی و همچنین کرایه رو که میخواستی بری که این در واقع طلا رو یا نقره رو بدی برای کسی که برات انگشتری درست بکنه. حناک الله یا ابا هاشم، فقلت یا سید اشهد انک ولی الله و امام الذی ادین الله بطاعتی. این آقای ابو هاشم گفت که من حقا که شهادت میدهم که تو امام برحق من هستی. واقعا اگر این امام برحق اگر به هر نفری 500 درهم میداد و 500 دینار میداد و انگشتری میداد، همشون میومدن شیعه میشد. این فرد چون بهش رسیدن، این حق داره که اعتراف بکنه به امامت حسن عسکری. و بقیه روایت هم در واقع از این قبیل روایتی است که ارزش وقت تلف کردن رو در واقع نداره. جزاکم الله خیر. من تشکر میکنم از جناب مولانا عبدالقدوس دهقان و شما عزیزان که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید. با هم میان برنامه میبینیم و بعد از اون انشاءالله برمیگردیم به ادامه بحثمون و روایت صحیح این باب که ببینیم در اونجا جناب آقای کلینی چه دست گلی به آب داده. با ما همراه باشید. فیض نسب و تکفیر امام حسن عسکری رحمه الله. از امام صادق این روایت نقل شده که ایشون فرموده صاحب و حاضل امر لا یسمیه الا کافر. خیلی این لسانش وحشتناکه، یعنی اگر کسی نام ایشون رو به شخصه بیان بکنه، به هر حال این شخصیتیه که این بایستی اسم کافر رو روش قرار داد. حتی در توقیات که از خود حضرت وارد شده، در یه نامه‌ای که به یکی از سفرائش به نام عمری نوشته، فرموده ملعونون من سمانی فی مجمع من الناس به اسمی، یعنی خدا لعنت کنه یا مورد لعنت هست کسی که نام من رو به اسمه در جمعیتی از مردم ببره. که اینجا مشخص میکنه نام بردن ایشون به خصوصه یکی از محرماته و ما حق نداریم که نام ایشون رو به خصوصه مطرح کنیم، هرچند به کنایه برای ما بیان کردن که نامش نام نبی اکرمه، کنیش کنیه نبی اکرمه. بینندگان عزیز، این مورد نیز یکی دیگر از جنبه‌های غلو و افراد در اشخاص نزد شیعه می باشد. چگونه ممکن است بردن نام مهدی، یعنی گفتن محمد ابن حسن، سبب خروج از دین گردد؟ مگر مهدی نام بدی داشته که از ذکر آن شرم داشته، یا اینکه فرد تبهکاری بوده که نمی‌خواست کسی او را بشناسد؟ یقیناً چنین نیست، بلکه بر اساس روایات شیعه حسن عسکری نام زیبای محمد را برای فرزندش انتخاب کرده است. با این وجود نام وی صراحتاً در کتب شیعه از زبان حسن عسکری بازگو شده است. در کتاب الانوار النعمانی جلد 2 صفحه 55، کمال الدین و تمام النعمه لصدوق صفحه 408، بهار الانوار جلد 2 صفحه 51 چنین آمده است: عن ابی محمد الحسن العسکری انه قال لام المهدی ستحملین ذکرا و اسمه محمد و هو القائم من بعدی. از امام حسن عسکری روایت شده که ایشان به مادر مهدی گفتند فرزند پسری به دنیا خواهی آورد که نامش محمد است و او جانشین پس از من خواهد شد. از دیدگاه آقایان هر کس مهدی را با اسمش محمد صدا بزند، کافر و مرتد و از دین خارج خواهد شد. حال این که می‌بینیم اولین کسانی که تیر کفر این بیخبران به آنها اصابت می‌کند، خود ائمه اهل بیت می‌باشند. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، در ادامه برنامه حجت بی حجت با شما عزیزان هستیم در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان.
جناب استاد در اصل میان برنامه فرمودید که این روایت 27 هم که صحیح هست چیز جالبی نداره که امامتی رو یا چیزی رو ثابت بکنه. اگر دوست دارید صحبتی داشته باشید و الا بریم رو بابه. شما اسمشو گرفتید بعد یک اشاره بکنم دیگه. بفرمایید. در این روایت محمد ابن یحیی از احمد ابن اسحاق این روایت کرده، میگه که من رفتم نزد ابی محمد، نزد امام حسن عسکری و از ایشون خواستم که برای من یک چیزی رو بنویسند، یک خطی رو بنویسند، من خط امام رو بشناسم. فسالتون یکتب لانظر الی خطی، نگاه به خط امام رو بشناسم. فعرفه اذا ورد، تو اینکه بشناسم. فقال نعم، ثم قال یا احمد ان الخط سيختلف عليك من بين القلم الخليز الى القلم الدقيق فلا تشكن. و بهش گفت که من تا احمد وقتی که من برات یک چیزی رو نوشتم این فرق میکنه، اگر قلم من نوکش باریک باشه خطم یک جوری هست، اگر نوکش یک مقدار کلفت باشه باز یک خط یک جوری دیگه میشود، شک نکن. ثم دعا به دوات فكتب، جوهر خواست و یک چیزی رو نوشت و وقتی که داشت این مطالب را مینوشت و من تو دلم خودم گفتم که از امام بپرسم که امام همین قلم رو دیگه بده هدیه به من، همین قلم دیگه میخواد چیکارش بکنیم. استاهبه القلم الذي كتب به، فلما فرغ من الكتابه اقبل يحدثني وهو يمسح القلم. بعد اینکه نوشته امام تمام شد این خودکار رو در واقع پاک میکرد به منديل الدوات ساعتا، ثم قال هاك يا احمد فناولنيه، گفت که بیا این خودکار مال شما باشه. یعنی اون چیزی که در دل این آقا احمد بود اونم در واقع امام بهش خودکار رو داده. و در ادامه میگه که من یک سوال دیگه هم دارم و اینه که من خیلی غمگین هستم و من از پدران تو شنیدم که قد اردت ان اسال اباك فلم يخذ لي ذلك. فقال وما هو يا احمد، چه سوالی داری؟ فقلت يا سيدي روي لنا عن ابائك ان نوم الانبياء انا اخفيتهم، ما از پدران شما شنیدیم که خواب پیامبران بعد پشت سر هست، یعنی دراز کشیده به پشت سر میخوابند و خواب مؤمنان بر سمت راستشون هست و خواب منافقان بر سمت چپشون هست و نوم شیاطین علا وجوهم، شیطانا به شکم میخوابند. فقال کذالک هو، این مطلب درستی است. بعد من بهش گفتم که امام من هر کاری میکنم نمیتونم دست راست بخوابم، تو یک کاری بکن که من از این به بعد بتونم که سمت راست خودم بخوابم. میگه امام دست خودش را برد داخل پیراهن من و در واقع زیر لباس من، فمسح بیده الیمنى علی جانب الایسر، و سمت چپ بدن من را در واقع دستی کشید و به من گفت که برو ان شاء الله خدا تو رو شفا میده. از اون روز به بعد هر کاری کردم سمت چپ منو خوابم نمیومد، حتما را سمت راست میخوابیدم. اینم روایت صحیحی که در این اومده. از این میخواد ثابت بکنه، هیچ در این باب هیچ چیزی ثابت نمیشه اگر این نمیدونم، به جز این که در واقع اینجا بخواد که همون علم غیب رو برای امام در واقع ثابت بکنه، که روایت دیگری در این زمینه عرض کردم که بیشترشون در مورد علم غیب امام هست. علم غیبی که این امام رو بشه به این جای رسونده که به شیعیان خودش دستور میده که اولاغ تو هر چی زودتر ببر به یک مشتری دیگه بده که امشب میمیرد، خب این علم در علم غیب در واقع این سوء استفاده از این علم غیب هست و این هیچ گونه منقبتی برای امام در واقع نیست، گذشته از این که علم غیب برای هیچ کسی غیر از الله متعال ثابت نیست. بله، جزاکم الله. جناب استاد بریم رو باب الاشاره و النص. بله. یا مطلب دیگه؟ بله، میریم روی باب اصلی هست که در اینجا باب اشاره و النص هست در مورد روایاتی که برای اثبات امامت هست. این روایت باب مولد در واقع هیچ چیزی رو برای ما ثابت نمی کنه، به جای اینکه امیدواریم که در این باب یک چیزی به دست بیاد که لااقل چون امامت امام حسن عسکری اگر ثابت نشه پسرش هم زیر سوال میره. جالب اینجاست که نه امام حسن عسکری حتی پدرش هم دلیلی برای امامتش نبوده. در کتاب اصول کافی برای خود امام هادی 3 روایت آورده بود که هیچ یک از اونها صحیح نبوده. عجب. برای امام عسکری 13 روایت هست که هیچ کدوم از اون در واقع صحیح نیست و این روایات مجهولی هستند. الان ببینیم این اظهار نظر علامه مجلسی رو در این زمینه که باب الاشاره و النص و علی ابی محمد. دوستان این کتاب رو نمایش بدن، بارها این رو دیدن، کتاب مرآة العقول هست در معروف‌ترین شرح اصول کافی و علامه شیخ الاسلام مولا محمد باقر مدرسی این رو نوشته که بارها اینو نمایش دادیم. جلد 3 هست و صفحه 387
جلد سوم این کتاب باب الاشاره و نسال ابی محمد و صفحه 387. در اینجا روایت اول و دوستان دقت بکنن در اینجا که ما اسم این برنامه رو ما گذاشتیم حسن عسکری امام المجاهیل، یعنی امامی که امام مجهولین هست، یعنی افرادی که ائمه‌اش ببخشید یعنی پیروانش همه مجهول هستند و ناشناخته هستند و دلایلی که برای امامت امام ذکر کردند آقای کلینی 20 سال زحمت کشیده و هر چی روایت در این زمینه جمع کرده روایت‌های مجهول هستند و ناشناخته هستند. بدین خاطر ایشون واقعا شایسته هست که امام حسن عسکری امام المجاهیل باشند. الان ببینیم حکم آقای مجلسی بر این روایات چی هست. حدیث اول باب الاشاره و النص على ابي محمد عليه السلام. الحديث الاول مجهول، روایت اول مجهول است. روایت دوم باز هم مجهول است. روایت سوم الحديث الثالث مجهول و روایت چهارم مجهول، روایت پنجم ضعیف على المشهور، روایت پنجمی این باب هست و روایت ششم مجهول و قیل ضعیف، مجهول هست، بعضی هم گفتند که ضعیف است. روایت هفتم مجهول هست، روایت هشتم صحیحه. تعجب کردید؟ نه صحیح نیست، مجهول که صحیح هست. عجب. بله مجهول کس صحیح هست، مجهول هست، ناشناخته هست، معلوم نیست کی گفته این حرفو و این راویش کی هست. منتها ما قبول داریم آخر جای ننگه که در کتاب اصول کافی حتی یک روایت صحیح برای اثبات امامت حسن عسکری نباشد. این دیگه واقعا جای این مجهول کس صحیح به این میمونه که بگیم که سفید است مانند سیاه. دقیقاً این گونه یا سیاه هست مانند سفید. این که مثلا بگیم که امام مهدی شیعه موجود کل معدومه یا معدوم کل موجوده، ایشون به اصطلاح معدوم هست اما کل موجود ما قبولش داریم، چیزی که نیست اونو به عنوان در واقع وجودش رو ما قبول بکنیم. سیاه هست مانند در واقع آقای مجلسی هست که در این زمینه این. بله روایت هشتم مجهولون کس صحیح، مجهول است مونتا با پسوند کس صحیح که در اینجا اضافه کرده. روایت نهم مجهولون، روایت دهم باز هم مجهول هست و روایت یازدهم مجهول هست، روایت دوازدهم مجهول ایضا و روایت سیزدهم مجهول ایضا. پس بنابراین در این زمینه هیچ گونه روایت صحیح وجود نداره و تمام این روایات روایات کاملا مجهولی هستند که هیچ گونه حکمی رو برای امامت در واقع ثابت نمی کنند. غیر از این بر بگردیم به روایات دیگری که در باب امامت ابوالحسن ثالث یعنی پدر امام عسکری بود. باب الاشاره و النص على ابي الحسن الثالث، روایت اول گفته حسن هست یعنی یک درجه پایینتری از حدیث صحیح هست، روایت دومش مجهول هست و روایت سومش باز هم مجهوله. دو روایت مجهول و یک روایت حسن. پس بنابراین نه در مورد ابوالحسن ثالث یعنی امام هادی روایت صحیحی وجود دارد برای اثبات امامتش و نه برای امامت امام عسکری هیچ گونه روایتی وجود ندارد و از مجموعه 13 روایتی که در این زمینه آمده 12 روایتشون روایت‌های مجهولی هستند که به هیچ عنوان قابل استناد در واقع نیست. و جالب اینجا هست که غیر از این آقای مجلسی در کتاب بحار الانوار 20 روایت رو آورده، 20 روایت رو برای اثبات امامت حسن عسکری آورده که از اون 20 روایت آقای آیت الله محسنی فقط گفته یک روایتی صحیح است. از 20 روایت یک روایتی صحیح است و اون یک روایتی که در بحار الانوار گفته صحیح است اون تضاد دارد با روایات اصول کافی. روایاتی که من نشون بدم اون مطلب رو هم از کتاب مشرعی بحار الانوار، دوستان همیشه این کتاب رو دیدند آشنا هستند باش، کتاب مشرعی بحار الانوار هست و در مورد حسن عسکری در جلد دوم این کتاب هست و باب در واقع دوم هست، باب دوم، باب النصوص علی الخصوص علیه السلام، یعنی روایاتی که در مورد در خصوص امامت حسن عسکری وجود دارند. فیه روایاتون، روایات متعددی وجود دارند و المعتبرت منها ما ذکرت برقم 7، اون روایتی که معتبر هست برمیگرده روایت شماره 7 هست
و ولا يبعد حصول الاطمئنان من مجموعها بصدور النص ممن قبله من الائمه. البته بعید نیست که انسان اطمینان حاصل بکنه با اینکه فقط یک روایت صحیح وجود دارد، بعید نیست که انسان در واقع اطمینان پیدا بکنه به خاطر حرفایی که ائمه دیگر در این زمینه زدن. و این روایتی که آقای محسنی گفته که روایت صحیح است، روایت هفتم این باب بود. روایت هفتم را در این باب ببینن دوستان، در کتاب بحار الانوال جلد 50 صفحه 241 روایت هفتم این هست که از غیبه توسی نقل کرده، سعد از جعفر ابن محمد ابن مالک، از سیار ابن محمد البصری، عن علی ابن عمرو نوفلی قال كنت مع ابي الحسن العسكري، من همراه با ابو الحسن عسکری بودند، فی داری، فمر علینا ابو جعفر، ابو جعفر پیش ما اومد. ابو جعفر پسر بزرگ امام هادی بوده، برادر بزرگتر حسن عسکری. فقلت له هذا صاحبنا، این صاحب ما هست، یعنی امام بعد از شما این هست. فقال لا صاحبكم الحسن، نه این امام نیست، امام شما حسن هست. خب در این روایت این گونه اومده که یک روز ما نشسته بودیم در منزل حسن، در منزل امام هادی، برادر حسن عسکری اومد، ما سوال کردیم که آیا این امام بعد از ما هست؟ امام گفت نه این امام نیست، ابو جعفر که اسمش محمد بوده، این امام نیست، امام شما حسن هست، صاحبکم الحسن. در صورتی که در چندین روایت از روایات همین باب اصول کافی در اونجا اومده که تا قبل از این که محمد، یعنی این ابو جعفر برادر حسن عسکری فوت نکرده بود، هیچ کسی عسکری رو نمی شناخت و حتی امام گفت که در اونجا بدا حاصل شده و در واقع امامت عوض شده، امامت عوض شده. این روایت با چندین روایت، در 4-5 روایت از روایات باب اشاره و نص بر ابی محمد که در کتاب اصول کافی هست، با این روایت در واقع تضاد دارد که این روایت رو انشاءالله با هم خواهیم دید. جزاکم الله خیر. خب بینندگان عزیز و گرامی، میان برنامه میبینیم و برمیگردیم به ادامه موضوع و سعی میکنیم که امشب انشاءالله تماسهایی از شما عزیزان رو هم داشته باشیم که در رابطه با موضوعی که در برنامه مطرح میشه انشاءالله صحبت خواهید کرد. با ما همراه باشید. آیا دلمرده‌ای که ما او را زنده گردانیدیم و برایش نوری قرار دادیم که در پرتو آن در میان مردم راه می رود، مانند کسی است که در تاریکی به سر می برد و نمی تواند از آن بیرون بیاید؟ این گونه کارهای کافران برایشان آراسته شده است. وصال حق مرهمی بر دلهای بیمار. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، همونطوری که در شروع برنامه خدمت شما عزیزان بیان کردم، از هفته آینده انشالله موضوع بحث ما در برنامه حجت بی حجت تا شروع ماه مبارک رمضان انشالله قضیه مهدویت و امام زمان دروغین خواهد بود که ادعا می کنن که فرزند امام حسن عسکری است. و در برنامه امشب انشاءالله ما سعی میکنیم که فرصت بیشتری رو در خدمت شما عزیزان باشیم و تماس های شما رو بگیریم و خواهش همیشه ما اینه که
سعی کنید در مورد موضوعات مرتبط با برنامه انشاءالله صحبت بکنید و سوالی یا شبهه‌ای اگر دارید مرتبط با موضوع برنامه باشه. حضرت استاد، تا دوستان عزیزمون شماره تلفن برنامه رو زیرنویس می‌کنن و تماس ها برقرار میشه، اگر مطلبی مونده در مورد این دو بابی که بهش اشاره کردید در خدمت شما هستیم. در مورد باب اشاره و نص بر ابی محمد، دلایل امامت حسن عسکری، عرض کردیم خدمت بینندگان عزیز. من نمایش دادم که از دیدگاه آقای مجلسی هیچ کدام از این روایات در واقع صحیح نیست و نمیتوانند که دلیلی برای اثبات امامت حسن عسکری باشند. نه برای امامت ایشون دلیلی هست در این کتاب، یعنی روایت صحیح، و نه در مورد امامت پدرشون. منتها بازم این روایات رو انشاءالله یک مروری خواهیم کرد تا اینکه بینندگان عزیز بدونند با وجود این که این روایات، عرض کردم که از 13 روایتی که وجود دارن 12 تاشون مجهول هستن، با وجود این هم این روایات با هم دیگر در واقع تضاد دارن. و نقطه دیگری در مورد روایتی که آقای مجلسی در کتاب بهار آورده بود و محسنی اون روایت را گفته بود که معتبر هست، و یا اینکه صحیح نگفته بود، گفته بود که معتبر هست و در واقع اعتبار داره. این روایتی که آقای مدرسی اونو تکرارش کرده در کتاب بحار الانوار و به عنوان روایت هفتم باب آورده بود که آقای محسنی گفته بود که روایت هفتم روایت معتبری هست، اون روایت دقیقا روایت دوم باب اشاره و نص بر ابی محمد هست در کتاب اصول کافی. همین روایتی رو که در اینجا آقای مجلسی خودش گفته بود که این روایت مجهولی هست، همین روایت رو آقا این مجلسی در کتاب بهار الانوار آورده و آقای محسنی میگه که این روایت معتبری هست، فقط یکی از راویانش در واقع عوض شدن. اول من این روایت رو از این کتاب اصول کافی خدمت بینندگان عزیز من میخونم. در روایت اول که روایتی هست که در اون علی ابن محمد از محمد ابن احمد نهدی از یسار یحیی ابن یسار قنبری هست، قال اوصى ابو الحسن الى ابنه، که ابو الحسن یعنی ابو الحسن ثالث پدر حسن عسکری، میگه قبل از گذشتش، قبل از وفاتش 4 ماه مونده بود که در واقع این وصیت کرد به حسن عسکری. این روایت اول هست. روایت دوم، با وجود این عرض کردم که تمام این روایات مجهولی هستن، علی ابن محمد از جعفر ابن محمد، از جعفر ابن محمد کوفی، از بشار ابن احمد بصری. دوستان این راویان رو دقت بکنن، علی ابن محمد از جعفر ابن محمد الکوفی از بشار ابن احمد بصری روایت کرده و اون هم از فردی به نام علی ابن عمر النوفلی روایت کرده. قال کنت مع ابی الحسن، من همراه با ابو الحسن بودن، فی صحن داری، در صحن دارش، در حیات منزل ایشان بودن، فمر بنا محمد ابنه که فرزند ایشان محمد از اونجا گذشته، من کسی که معروف بوده به ابو جعفر. در پاورقی اینجا گفته که هو ابو جعفر ولده الاکبر، این محمد فرزند بزرگتر امام هادی بوده. خب ما نشسته بودیم در صحن خونه و در حیات که این بچه ایشون اومد از اونجا رد شد. فقلت له جعلت فداك هذا صاحبنا بعدك، من فدات بشم، آیا امام بعد از شما و صاحب ما این هست؟ فقال الله صاحبكم بعدي الحسن. همون مطلبی که من از کتاب بهار الانوار خدمت بینندگان عزیز نمایش دادم. خب پس بنابراین این متن یکی هست، هیچ گونه تفاوتی نداره. سند هم یکی هست، سند هم کاملا یکی هست. دوستان عزیز، الان سند کتاب بحار الانوار را که از کتاب غیبه توسی در واقع در اینجا نقلش کرده خدمت بینندگان عزیز من نمایش میدم. شماره 7 هست، همون مطلبی قبلا نمایش دادم. غین و تا علامت زده، یعنی این در واقع این روایت از روایت غیبه توسی است، الکتاب غیبه توسی، و در اینجا هم که شماره 8 از پاورقی 8 در اینجا زده غیبه توسی صفحه 129 و صفحه 130 است. در اینجا سعد هست، راوی در اینجا سعد هست. ان جعفر ابن محمد ابن مالک، جعفر ابن محمد ابن مالک، در روایت اصول کافی اومده بود جعفر ابن محمد الکوفی، الکوفی آمده بود، در اینجا جعفر ابن محمد به جای الکوفی گفته ابن مالک، این همون فرد هست. ان سیار ابن محمد البصری، سیار ابن محمد البصری که در اینجا هست، در روایت کتاب اصول کافی اومده بود ان بشار ابن احمد البصری،
بشار ابن احمد البصری، در اینجا هست سیار ابن محمد البصری. یعنی در اون در اصول کافی سیار عوض کردن به بشار و محمد رو عوض کردن به احمد، اما در اینجا سیار ابن محمد بصری هست و در اصول کافی بشار ابن احمد البصری. ان علی ابن عمرو النوفلی، علی ابن عمرو النوفلی، در اینجا علی ابن عمروش کرده این روایت رو، در صورتی که در اصول کافی علی ابن عمر نوفلی هست. علی ابن عمر نوفلی در اینجا تفاوت داره، وقتی که بعد از عمر واو نوشته بشه عمرو خونده می شود، اما وقتی که بدون واو باشه یعنی این که عمر هست. در این سند رو تغییر دادن، جعفر ابن محمد ابن مالک در اینجا گفته، در اونجا نسبتش داده که کوفی هست، در این روایت سیار ابن محمد هست که سیار رو در اونجا عوض کرده به بشار نقطه دوم، و محمد رو هم عوض کردن به احمد این نقطه چهارم، و علی ابن عمرو که در این روایت هست در اصول کافی عوضش کردن به علی ابن عمر. روایت خود همین روایت است. در اصول کافی این روایت روایت مجهولی هست و در کتاب بحار الانوار و مشرع بحار الانوار گفته این روایت روایت در واقع معتبری هست. یعنی تنها روایت معتبری که در این باب اومده این همه در واقع اشکال دارد. الان دوباره این سند رو با هم دیگر میخونیم. علی ابن محمد، این علی ابن محمد کی هست؟ علی ابن محمد کی هست؟ من زیاد تحقیق نکردم در این زمینه، اما معمولا وقتی که علی ابن محمد، وقتی که علی ابن محمد در ابتدای سند کتاب اصول کافی بیاد یا کتاب کافی به صورت کلی بیاد، این همون علی ابن محمد علان هست، علان کلینی هست که اینو در واقع ثقه قرار دادن. اگر این ثقه باشد راویان دیگر همه همون راویان هستند، پس بنابراین آقای مجلسی باید این روایت رو میگفت که این روایت روایت صحیحی باید باشد، باید این روایت روایت صحیحی می بود، اما میبینیم که آقای مجلسی گفته که این روایت روایت مجهولی است. به هر صورت در این روایت اومده که قبل از وفات حسن عسکری، ببخشید قبل از وفات فرزند امام دهم که ابو محمد بوده، اسمش ابو جعفر بوده، قبل از این که ایشون از دنیا برون، در واقع امام هادی گفته بود که جانشین من کسی این ابو جعفر نیست، فرزند محمد که فرزند بزرگترش بود اون جانشین من نیست، بلکه جانشین من حسن هست که در این روایت اومده لا صاحب کن بعدی الحسن. این روایت در واقع تضاد دارد با روایت دیگری که در این باب وجود داره. این روایت تضاد دارد با روایت دیگری که در این باب وجود داره. در روایت سوم این باب اومده که ما قبل از این، قبل از وفات محمد، یعنی برادر بزرگ حسن عسکری، حسن عسکری رو اصلا نمی شناختیم. قبل از این که محمد، یعنی برادر حسن عسکری، فرزند بزرگ امام هادی فوت بکند، ما حسن عسکری اصلا نمیشناختیم. در روایت اول گفته بود ما نشسته بودیم که برادر ایشون اومد، ما سوال کردیم این امام هست؟ امام گفت نه، امام حسن هست، ایشون امام نیست. روایت دوم انه عن بشار، و جالب است که این سند همون سند هست، سند همون سند عنه، یعنی همون راوی قبلی، همون راوی قبلی که قبلا گفته بود که در اون روایت اومده بود که امام به ما گفت که نه محمد جانشین من نیست، حسن جانشین من هست، همون راوی در روایت بعدی اومده میگه که ما قبل از اون روز، اصلا قبل از وفات محمد برادر حسن عسکری، حسن عسکری رو ما اصلا نمیشناختیم. دوستان نمایش بدن عنه، یعنی از همون راوی قبلی که محمد ابن علی بوده. عن بشار ابن احمد، از بشار ابن محمد، این میدونی این همون بشار ابن احمد هست یا همون یسار ابن محمد هست، به هر صورت که در اینجا هم که اول جا بجا کردن. بله. ان عبدالله ابن محمد اصفهانی قال قال ابو الحسن صاحبكم بعدي الذي يصلي علي قال ولم نعرف ابا محمد قبل ذلك، ما قبل از این که امام ابو محمد را نمیشناختیم، این قبل از این که ایشون بیایند و نماز بخونند بر جنازه پدرش، قبل از این ما نمیشناختیم. خب همین راوی، خود همین راوی در روایت قبلی گفته که هنوز که برادر بزرگ حسن عسکری زنده بوده، ما از امام هادی سوال کردیم جانشین شما کی هست؟ آیا محمد هست یا این که حسن هست؟ گفته بود که نه محمد نیست، حسن هست. یعنی این که حسن را میشناختن. اما در این روایت میگه تا زمانی که ایشون نیومده بود و بر روی جنازه پدرش نیستاد ما ایشون را نمیشناختیم. و همچنین در روایت چهارم، روایت چهارم و پنجم و روایت هشتم و نهم و دهم و دوازدهم، این پنج شش روایت، اینها دلیل بر بدا هست. در اینها دلیل بر بدا هست، بدین معنی که امام در واقع هادی قبل از این که حسن عسکری را به عنوان امام تعیین بکند، قبلا برادر بزرگترش را، یعنی همون ابو جعفر را که اسمش محمد بوده، اون را در واقع اعلام کرده بود برای امامت.
قبلا اون را اعلام کرده بود. و معنی این روایت این است که روایت اول و روایت دومی که در اینجا اومده و روایت دیگری که در این باب است، اونها در واقع اشتباه هستند، اینها با هم دیگه کاملا تضاد دارند. در روایت چهارم میگه که لما توفی ابنه محمد، زمانی که فرزند امام هادی محمد از دنیا رفت، فقال للحسن یا بنی احدث لله شکرا، که برو برای الله متعال شکری رو به جا بیاور، فقد احدث فیک امرا، که برای در مورد تو یک اتفاق افتاده، الله متعال تجدید نظر کرده. و جالب است که این روایت هم جز همون راویان قبلی هست، و عنه راوی این روایت هم جز همون راویان راوی دو حدیث قبل از اون هست. در یک روایتی میگه که زمانی که حسن عسکری، در واقع ما نشسته بودیم در منزل امام هادی که فرزند امام هادی به نام محمد، ابو جعفر اومد از جلوی ما رد شد، ما گفتیم که این ابو جعفر امام هست یا کسی دیگر، امام گفت که نه، ابو جعفر یعنی محمد امام نیست، امام حسن عسکری هست. این روایت اول هست. همین راوی در روایت دوم میگه تا زمانی که حسن عسکری روی جنازه پدرش نیومده بود و نماز جنازه نخوند، ما اصلا نمیشناختیم حسن عسکری رو. همین راوی بازم در روایت سوم میگه لما توفی ابن محمد، زمانی که فرزند امام هادی محمد فوت کرد، فقال للحسن یا بنی احدث لله شکرا فقد احدث فیک امرا، زمانی که برادر حسن عسکری فوت کرده بود، امام در واقع هادی به پسرش یعنی به حسن گفت که برو خدا رو شکر بکن که الله متعال نظرش عوض شده. خب از این سه روایت که پشت سر هم آمده، کدوم یکی رو ما قبول بکنیم؟ آیا آقای کلینی در 20 سالی که این روایت را جمع کرده بود و نوشته بود، یک بار هم این کتاب را نخوند که بفهمه که این سه تا روایت هر یکی با هم دیگه تناقضاتشون رو در واقع برطرف بکنه؟ و در روایت پنجم باز همین مطلب اومده، فلما فرغ من امر ابي جعفر التفت الى ابي محمد، بعد از این که ابو محمد رو در واقع کاراش رو انجام داد، یعنی غسل و کفنش، فقال یا بنی، رو کرد به طرف حسن عسکری، یا بنی احدث لله تبارک و تعالی شکرا فقد احدث فیک امرا، برو شکر بکن که الله متعال حادث کرده در مورد تو یک چیز رو، یعنی یک مطلب جدیدی رو در مورد تو ارائه داده. این روایت چهارم و روایت پنجم، عرض کردم که روایت هشتم هم در واقع این مورد هست. روایت هشتم هم مثل این مورد قبلی هست که این در مورد بدا هست، و همچنین روایت دهم، نهم و دهم و دوازدهم. و اگر به خاطرتون باشه فکر کنم که روایت هشتم صحیح کل مجهول بود. مجهول کس صحیح بود. مجهول کس صحیح. خوب است که این روایت رو هم یک نظری بنگریم. محمد ابن یحیی و غیره و دیگران گفتند، محمد ابن یحیی دیگران، ان سعد ابن عبدالله، که سعد ابن عبدالله اشعری هست، ان جماعت من بنی هاشم، از یک جماعتی از بنی هاشم روایت کرده، منهم الحسن ابن الحسن الافتس، یک از اونها حسن فرزند حسن افتس بوده. چه نقل کرده؟ اینا نقل میکنند که ان جماعت، این جماعت نقل میکنند، انهم حضروا یوم توفی محمد ابن علی ابن محمد، روزی که محمد ابن علی یعنی برادر حسن عسکری فوت کرده بود، ما اونجا بودیم، رفت در منزل ابوالحسن ثالث هست، یعزونه، رفتن برای تعزیه گفتن، و خد بست له فی صحن داره و الناس جلوس حوله، در وسط حیات خونه چیزی رو فرش کرده بودن و مردم همه در اونجا نشسته بودن، فقالوا قد قدرنا ان يكون حوله من آل ابي طالب و بني هاشم و قريش 150 رجلا سوى مواليه و سائر الناس. این نقطه من میخوام از اون استدلال بکنم، این نقطه هست. این راوی میگوید، یعنی این سعد ابن عبدالله میگوید، از این جماعتی که اونها رو نقل کرده، یک از اونها حسن ابن حسن افتس است. این حسن ابن حسن افتس و یک گروه دیگری میگوید که ما در اونجا حاضر بودیم، ما تخمین زدیم که در کنار امام در اونجا چند نفر باشد، من آل ابی طالب و بنی هاشم و قریش، از این سه گروه، از آل ابی طالب و بنی هاشم و قریش، حداقل 150 نفر باشه، به اضافه این 150 نفر موالی ایشون هم بودند و سایر الناس، مردم دیگری هم از اونجا بودند. الان ببینید در یک جمعی که 150 نفر وجود دارد، 150 در اینجا وجود دارد، این میگوید که آقای سعد ابن عبدالله از یک جماعتی رو نقل کرده. خب این جماعت کی بودند؟ چند نفر بودند؟ از تمام این جماعت یک فردی رو ذکر کرده به نام حسن ابن حسن افتس. سعد ابن عبدالله میگه از یک جماعتی من شنیدم، یک از اونها که هست حسن ابن حسن افتس است. این حسن ابن حسن، این انسان مجهولی هست. اگر واقعا در یک جمعی یک افراد دیگری بودند، آقای سعد ابن عبدالله اگر این روایت رو از چندین نفر شنیدی، حداقل یک نفری رو نام میبردی که معروف باشه.
از تمام این جماعتی که شما این حدیث رو از اونها شنیدید چگونه شد که حسن ابن حسن افتس رو در واقع شما اومدی ذکر کردید؟ معلوم میشه که همه اونها مجهول بودن. از این مجهولها شناخته ترینشون همین حسن ابن حسن افتس بوده و این رام که آقای مجلسی میگه که مجهول اون کس صحیح مجهولی هست و اندر حد صحیح هست. و نمیدونم وقت بینندگان هست یا من ادامه بدم؟ وقت بینندگان که وارد شده جناب استاد، باز اگر خیلی مطلب مهمی هست در خدمت شما هستم. همین مطالبی هست که در اینجا عرض کردم که با هم دیگر کاملا تناقض دارند. روایت هشتم، روایت نهم و روایت دهم هست که در واقع دلیل بر بدا داره. و جالب و روایتی که در این زمینه جالب هست روایت دهم این باب هست، روایت دهم این باب که از همون ابو هاشم جعفری خودمون هست، ابو هاشم جعفری خودمون که بارها از امام در واقع عسکری طلب مال میکرد. جزاکم الله خیر. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمید. سلام علیکم. بله سلام علیکم، من نواز. بیننده گرامی شما رو خط هستید. سلام برای شما و برای عزیز محترم. بله سلام علیکم. سلام. بله بفرمایید. بله سلام زیاد می‌بینید. سلام زیاد برای شما برسه. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. من از برای اینی که اگر ما برنامه شما را تعقیب نمی‌کردیم، یعنی برنامه شما را دنبال نمی‌کردیم، در واقع ما فکر می‌کنیم خدای نخواسته اونا بر حق هستن. تقریبا دو سال میشه که برنامه شما را ما دنبال می‌کنیم. الحمدلله. لیکن از شما یه قدر کوشش می‌کنین از برای خدا خداوند شما را اجر بده. سلامت باشید. ولی دیگه یک نظر دیگه که این مردم ما بین خود یک مثال داریم، این نفر بزرگور یک گوشه قبول کرد که خدا یک درست. ولی اینا خونه یه که خدا نعوذ بالله مثل خود دوازا خدای دیگر هم پیدا کرد. درست. خدا هم داری اینا را قبول کنی. الله المستعان. الله المستعان. شما یک خواهش میکنم اگر شماری خودت برای ما یک مثال کنی، شماری پیش ما باشه بعضی وقتا یک کنی در را چود ما برای زنگ میکنم. بسیار خوب دوستان، احمد آقا شما را تلفن ایشون رو یادداشت بکنید، بعد از برنامه به من بدید. تشکر از شما برادر عزیز. بله. تشکر از شما. خدا نگهدار. خدا. بله سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات استاد انصاری عزیز. علیکم السلام و رحمت الله. خاله جان از آلمان، بینندگی همیشگی ما. بله زنده و سلامت باشی. مولانا صاحب عبدالقدوس دهقان چطور؟ خوبه؟ زنده باشی، سلامت باشی. بارک الله فیک. سلامت زنده باشی. این کتابا رو که شما بررسی کردین خیلی جالب بود. خیلی هم خوب بررسی میکنه، اما مردم میبینن. نظرم ای است استاد انصاری که اینا که از قرآن شریف که نتونستن از قرآن کریم یک روایت، یک آیت، یک حرف درباره امامت که بیارن که هیچ، این همه خدا به در دیوار میزنن که ما امامت رو ثابت نکنیم. حالا این کتاب هم که اینا دارن به نام اصول کافی که به اصطلاح میگن برادر قرآن است، این هم که این همه تناقض داشته است، این همه از شش نفر چهار نفر روایت کرده، همه روایتشون هم تناقض دارد، اشتباه است، غلط هست، هر کس هر چیز نوشته و هر کس هر چیز گفته. بس آخرش این امامت اینا به کجا خواهند رسید؟ اینا میخوان از چی جواب بدن؟ امامت از چی ثابت بکنن؟ در قرآن که نیست، در اصول کافی هم که نیست، مجلسی هم که همچنان، جزائری هم که همچنان. پس کدام اینا راست نگرد؟ مشخص در بین اینا کی امیر، کسایی که این کتاب اینا رو روایت کی رازگوی هست کی دروغه، اصلا مشخص نشد بالاخره که رازگوی در بین اینا کی دروغه کی هست و اثباتی هم که ثابت نشد. ما نمیدانیم چی با این مردم چطوری آدم صحبت کنه. یک آخوند مثل مرد پیدا نشد که بیاد صحبت بکنه بگه آقا جان رای حل. اگه من پیشنهاد بکنم به اینا، نظرم این است اینا این همه دروغ فایده نداره. یک دفعه بیاید همین آقای قزوینی مثل دیگه آخوندها بیاید خودشان از این جنجال خلاص کنن، بگوین آقا برادران شیعه به شما دروغ گفتیم، از ابتدای مذهب دروغ بوده تا الان هم دروغ است، دیگه الان در بارگاه پیشگاه خداوند توبه میکنیم، اینا همه دروغ است، بیاید در راه راست در راه مستقیم خودشان خلاص بکنن. بهتر اینه از این که هر روز دروغ بگو فریب بده مردم بگیریان بخندان دل بزن مثلا در وقت سینه زنی دل بزن سر صدا را بنداز به نام حمامت و خمس و سیغه. یک دفعه بیا بگه نه سیغه در قرآن ثابت میشه، نه خمس در قرآن ثابت میشه، نه حمامت در کار است، فقط از آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و لقدر خیر شر و من الله تعالی و البعث بعد الموت. همین پنج شش چیز در قرآن آمده، در اسلام آمده، بهتر از این دیگه چیزی هم نیست. چرا شما به دروغ خودت و در دیوار میزنید حمامت نه امامتی هست؟ فقط یک توبه بکنن تا
خودشون رو خلاص بکنن از این جنجال. درست. جزاک الله خیر. نه برنامه بگذارن، نه مردم سرگردان بکنن و نه مردم از فریب بتن. تشکر از شما خالد جان برادر عزیز. الله مصالحتتون کنه. از شما هم چنان تشکر. زنده باشید. سلام و رحمت الله و برکاته. دوستان شماره رو بسته بودن. اطلاعات در ایران شماره جدید رو احمد جان اعلان کرده. من بعد به این شماره تماس بگیرید. شماره قبلی رو در ایران سانسور کردن. بله سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوستان کمی صدا رو در استودیو تقویت کنم. بفرمایید. صدای بنده در اینجا مرتبی. زنده باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ هاشمی هستم، از ایران تماس میگیرم. آقای هاشمی از ایران. بفرمایید آقای هاشمی. عرض خدمت شما، اول تشکر میکنم جناب انصاری از برنامه خوبتون و مهمان دانشمند عزیزتون. سلامت باشید. تشکر. عرض خدمتتون در مورد موضوع برنامه، خب واقعا اگر انسان با کمی تفکر تعقل به این قضیه نگاه بکنه، خب واقعا اثر من شمس از مباحثی که اصلا مطرح میشه اصلا جای بحث نداره. اینا اومدن برای خودشون خیال بافی از خدمت شما که بافتن تا بتونن اون یه هویتی به خودشون بدن، یه دنبال تاریخ سازی هست، جعل تاریخ هستن. درست. این واقعا با کمی تفکر و تدبر تو آیات قرآن کاملا قابل اثباته. الله متعال دیگه خیلی واضح فرمودن که قضیه ارتباطش با پیغمبرها و ختم رسول چی بوده دیگه. واقعا این بحث امامت و اینا یه مقداری جا تشکر داره، برنامه خیلی خوبی دارید، ولی من به مردم، به بینندگان پیشنهاد میکنم که بیشتر فکر بکنن و قرآن رو بخونن، همه چی واضحه و مشخصه. درست. از خدمت شما یه مطلب دیگه من دیدم، فرمودین اهل بیت در مورد امامان. خب ما مسلمان اعتقاد داریم که اهل بیت حضرت علی رضی الله، فاطمه رضی الله، حسن حسین رضی الله، عایشه رضی الله، واقعا دیگه این به این امامه خواهش میکنم از طرف برنامه شما اهل بیت اطلاق نشه. من تشکر میکنم این نکته. برادر عزیزمونم الان فرمون کافی برادر قرآن معاذ بالله نفر الله نفرمایید خواهشم صحبتار. حالا انشاءالله تو مباحث بعدی برنامه تون در مورد بحث محتویت من تحقیقات کاملی کردم، به وقتش انشاءالله در خدمتتون هستم، ولی اشارات کوچیک کردم بخواد بکنه. اینا واقعا کپی برداری شده است. مسیح میآید، مهدی میآید. مسیح 12 حواریون داشت، مهدی ما 12 امام داریم. بعد سلام عرض زیاده. درست. به صورت خواستم تشکر از شما. برنامه بسیار خوبتون. تشکر آقای هاشمی. ولی پیشنهادم دارم جناب انصاری عزیز. برنامه بسیار خوبیه، ولی خواهشن در مورد صحابه پیغمبر برنامه بیشتر بذارید. ان شاء الله. ابوبکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان ابن ذوالنورین، علی اسدالله، حضرت طلحه و زبیر، باور کنید بجز این 6 اسمی که گفتم بیش از 90% مسلمانای داخل ایران شیعیان، اصلا اسم هفتمی رو نمیشناسن، صحابی هفتمی رو نمیشناسن. خواهش میکنم بیشتر در مورد این قضیه صحبت کنید، برنامه بذارین. واقعا سپاسگزارم، ممنونم ازتون، خدا خیرتون بده. زنده باشید آقای هاشمی بزرگ. تشکر از شما، خدا نگهدارت. بله سلام علیکم. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. میخوام با آقای محمد انصاری صحبت کنم. شما دارید با من صحبت میکنید در استودیو، بفرمایید. چطور شما الان صحبت کردید؟ شما با من اثر دیگه صحبت دارید؟ شما دارید از طریق تلویزیون صدای ما رو میشنوید، با تاخیر صدا پخش میشه، تقریبا 7 8 ثانیه تاخیر. بله، آواز من چی میخوام بپرسم؟ من از تاجیکستان عبدالمتین. بفرمایید. سوال اینه که امام مهدی که اهل سنت معتقد هستن چی اونا چی صفات دارن؟ ما رو برای ما گفتید. باشه. چشم. الان تازه بدین. آه انشالله. تشکر از شما. خوب. از تلویزیون بشنوید. تشکر از شما. خدا نگهدار. بله سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم. صدای تلویزیونتون رو ببندید بیننده گرامی. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. الو سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ من مهدی هستم، از ایران تماس میگیرم. آقا مهدی از ایران. آقا مهدی بزرگوار بفرمایید. بله. در رابطه با باب الاشاره و النص
اگر صحبتی دارید بفرمایید. الان خدمت شما که این مطلبی که آقای استاد انصاری میگن از این کتاب داره میگن، حالا من خودم زیاد تحقیق نکردم ولی حس میکنم که دارن یه مقدار غلوب میکنن، همچین چیزی نیستش. بعدش هم من تا حالا نمیدونستم تله و زبیر هم حضرت شدن، حضرت تله و زبیر ما داشتیم. ببین آقا مهدی برادر بزرگوار، ما آنچه که صحبت شده از اینجا از این منبر شما شنیدید کلن از کتاب‌های شما بوده. ما الان 2 ساله که برنامه حجت بی حجت رو داریم میریم. در این 2 سال شما زحمت نکشیدید یک نسخه از اصول کافی رو با خودتون تو خونه داشته باشید؟ چون که کل اعتقادات شما اصلا ببینید کل اعتقادات ما، ببین ما که اینجا هیئت داریم میگیم امام حسین امام شیعیان، امام حسن امام شیعیان، یک بار نشده جلوی دوستانمون برگردیم بگیم ابوبکر صدیق رو نفی کنیم یا حرف بدی بهشون بزنیم. ولی شما الان هم تو برنامه‌تون داره الان همه رو نفی میکنه، امامای ما رو نفی میکنه. در کجا؟ امام حسین رو نفی در کجا؟ در کجا؟ در برنامه خودتون. چی گفتیم در برنامه؟ کجا توهین کردیم؟ بفرمایید یک نمونه شما شده. ببین توهین من نگفتم توهین کردیم، شما همه اینا رو نفهمید. میگه امام حسن عسکری وقتی اومده بالا سر امام هادی نماز خونده بعدم فهمیدن که همچین امام بوده، در صورتی که اصلا همچین چیزی نیستش. این نظر شماست، این نظر عرضم به خدمت شما که دوستان شماست، نظر ما این نیستش. ما الحمدلله 80 میلیون شیعه داریم تو ایران، از 80 میلیون جمعیت 60 میلیون شیعه هستش، برادر سنی مون هم هستن کنار ما، تو هیئت‌های ما هم داره میان، ولی این چیزی که شما میگین اصلا درست نیستش. بله ببین خواهشم حقیقت رو مهدی جان بگین. مهدی جان مهدی جان مهدی جان برادر عزیز یه چیزی من خدمتتون عرض کنم. مهدی جان برادر عزیز مهدی جان یک لحظه خواهش میکنم، یک لحظه حرف منو بشنوید. از دت استاد صحبتی دارن با شما، بفرمایید گوش بدید، انشالله بعد حرف بعدیتون هم میشنوید. من گوش میدم، من در خدمت شما. بفرمایید برادر بزرگوار، ما واقعا احترام میگذاریم به این حقیقت جویی که شما دارید و مطمئن هستم هر کسی دنبال حقیقت باشد حتما به یک نتیجه خواهد رسید. ما در مورد هیچ کدام از ائمه شما، ما ائمه شما رو نفی نکردیم. ما همون گونه که برادر قبل از شما گفتند که حتی اهل بیت نگویید، ما معتقد هستیم اینا اهل بیتند و محبت اهل بیت جزء ایمان ما هست. علی، حسن، حسین، زین العابدین، باقر، جعفر، همه اینها تا حسن عسکری، اینها رو محبت با اینها جزء اهل بیت ما هست. شما فرمودید که ما اینها رو نفی کردیم، ما اینها رو نفی نکردیم. ما در این برنامه غیر از کتابهای شیعه تا به امروز 2 سال از این برنامه گذشته یک روزی بنده کتاب اهل سنتی رو در اینجا نیاوردم که از کتاب اهل سنت علیه شیعه استدلال بکنم. فقط کتابی که ما در اینجا داریم کتاب اصول کافی است که داریم اون رو بررسی میکنیم. شما فرمودید که این یک نقطه‌ای که شما اشاره کردید، شما فرمودید که این حرفی که شما میزنید که ما یعنی شیعیان تا قبل از وفات امام هادی حسن عسکری رو نمیشناختن، این حرف بنده نیست، اینو من از کتاب خوندم. توجه بکنید این روایت رو بازم میخونم، بازم این روایت رو میخونم که اگر اشتباهی وجود داره در اینجا این اشتباه و این تناقض در کتابهای شما هست. حرف ما برگرفته از روایات صحیح شما، صحیح ترین کتاب شما هست در اینجا. روایت سوم هست، دوستان این نمایش بدن در اینجا، صراحتا میگه ولم نعرف ابا محمد قبل ذلک، قبل از این یعنی قبل از این که بیاد و نماز جنازه رو بخونه بر پدرش، میگه ما ابو محمد را یعنی امام حسن عسکری را نمیشناختیم. این یک روایت. در روایت بعدی، در روایت هشتم بازم در اینجا اومده فیوم اذن عرفناه و علمنا انه قد اشار الیه بالامامته، بعد در هنگام وفات برادر بزرگترش تازه ما فهمیدیم که ابو محمد در واقع هست و ایشون در واقع امام هستن. این حرفی که شما فرمودید این ما نگفتیم، این از کتابای خود شما، ما اینو اصل عبارت رو خوندیم. اگر اشتباهی وجود داره این اشتباه رو، اگر واقعا سوی قصدی وجود داره این سوی قصد رو باید به آقای کلینی نسبت بدهید، نه اینکه این ما رو متهم بکنید به این مطلب. بله مهدی جان بفرمایید. عرضم خدمت شما که ما از بیانات استاد استفاده کردیم، ولی من خواستم یه چیزی خدمتتون عرض کنم. یک روز یکی از این برادران اهل سنت ما منو کشید کنار تو هیئت ما، اینا که دارم میگم خدمتتون قشنگ گوش بدین، بعد استدلال ایشونو می‌خواستم فقط بگم. من الان کاری ندارم، حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی الله و حضرت اعظم خدمت شما تعالی اینا کم به اسم خدمت نکردن. همین ایرانیایی که مسلمان شدن شاید خیلیشون به خاطر این بود که حضرت عمر حمله کرده بود به ایران
از آتش پرستی اینا رو به سمت اسلام سوق داد. ولی من در خدمتتون عرض میکنم، میگم اگر شیعیان به 12 امام اعتقاد دارن، که 100% هم اعتقاد دارن و به امام زمانشون هم اعتقاد دارن، این رو حساب حرف مثلا این آیت الله یا اون آیت الله یا اون آیت الله نیست. خیلی غالبا این اعتقاد دارن، خیلی غالبا اعتقاد دارن که امام حسین امام سومشون بوده، تو کربلا اون مصیبت سرش اومده، حضرت زینب عرضم خدمت شما که اسوه تقوا بوده، حضرت زینب کلی مصیبت. ولی شما هیچ موقع تو برنامه‌تون من ندیدم مثلا حضرت زینب، حضرت زینب دختر حضرت علی بوده، درسته یا نه؟ در ایام محرم شما مثل این که برنامه ما رو ندیدید مهدی جان. ما اتفاقا من ندیدم، من امشب برای اولین فکر میکنم دومین سومین بار اومدم الان این. بله مهدی جان، برادر بزرگوار مهدی جان، برنامه‌تون رو دیدم، برنامه خوبی بود، در مورد قرآن داشتین تفسیر میکردین. بله. خیلی برنامه خوبی بود. ولی من الان دارم میگم مهدی جان، چیزی که شما مهدی جان فرمودن، استاد فرمودن، من حتی یک بار هم این کتابی که ایشون میفرمان اصلا نگاه نکردم. خب مهدی جان، یک بار برادر یک عزیز اجازه بدین یک بار یکی از این برادر اصالتمو از من سوال کرد که شما تو اقلیت هستین، گوش میفرمایید؟ شما شیعیان تو اقلیت هستید، ما سنی ها، ما اصلا هیچ چیزی به نام سنی شیعه اینجا تو ایرانمون نداریم، شما سنی ها شیعه تو اقلیت هستین، ما سنی ها تو اکثریت هستیم، چرا شما اکثریت رو قبول نمی‌کنید؟ من بهشون گفتم که اگر اینجوری باشه مسیحی‌ها که توی اروپا هستن، توی آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی هستن، از همه بیشترن. پس چرا شما مسیحی نشدین؟ مهدی این جان، دلیل بر این نیست که مهدی شما نفس کنید. حرف شما کاملا درست، حرف شما کاملا درست. من انشاءالله جناب استاد در این مورد هم صحبت خواهند کرد. من فقط برادر عزیز و بزرگوار خدمتون عرض بکنم که ما در ایام فاطمیه و در ایام عاشورا برنامه های ویژه در این مورد داشتیم و خواهیم داشت در آینده هم انشاءالله و همیشه انشاءالله. ما استقبال میکنیم، ما دوستان خیلی دوستان بزرگواری داریم که اهل سنت هستن، تاج سر ما هستن، خیلی هم دوستشون داریم، خیلی بهشون ارادت داریم و ازشون استفاده میکنیم. خب ارزم مفسرهای قرآنی داریم که اهل سنت هستن، ولی با بعضی از افکار که اینجوری میخواد نفی کنه و شیعه رو زیر سوال ببره، ببینید شیعه به کلمه نیستش، به تنهایی اینکه فقط بگم من شیعه علی نیستم، اول خدا هستش و بعد قرآن هستش و بعد پیغمبر و بعد ائمه اطهار هستن، همه اینا قبول دارن. من انشاءالله مهدی جان، برادر عزیز استاد، انشاءالله در مورد مسائلی که مطرح کردی صحبت خواهند کرد. اگر امری ندارید از شما خداحافظی میکنیم. بیننده بعدی، تشکر از شما برادر عزیز، ممنون، خدا نگهدارتون. بعد سلام علیکم، بفرمید. الو، سلام. سلام و رحمت الله. خسته نباشید، حال شما خوبه؟ سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ میگم با استاد محمد انصاری میخوام صحبت. میشه صدای تلویزیونتون رو لطف کنید ببندید؟ خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ صدای تلویزیون کمش کن. از اصفهان زنگ میزنم. اصفهان. آقای؟ بله. آقای صالحی. آقای صالحی، لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. آقای صالحی بزرگوار، میگم امروز ما رفتیم اونجا تو چیز نه میگم شما چرا اینقدر اسم عمر رو میارین؟ دیگه اسمش رو نیارین، میشونه؟ تشکر میکنم از شما آقای صالحی. بله سلام علیکم، بیننده بعدی بفرمید. بله. بله بفرمید. آقای انصاری. بله بفرمایید برادر عزیز، لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید و خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من عبدالجبار از روسیه زنگ میزنم. بفرمایید آقای عبدالجبار، برادر بزرگوار. عبدالجبار. عبدالجبار، بفرمایید. آقای انصاری، من یک سوال دارم. بفرمایید. ما در روسیه با سبب زندگی برای مهاجرت کار میبینیم. بله. بله. ما وقتی که برای یکی فوت کنیم یا که از دنیا گذاریم، حکم شهید داریم یا نه؟ باشه چشم، در این مورد صحبت میکنیم. بیننده برنامه باشید، از استاد انشاءالله صحبت خواهند کرد. تشکر از شما برادر گرامی. بله سلام علیکم.
سلام علیکم، بیننده بعدی بفرمایید. سلام علیکم. سلام، حال شما خوبه؟ سلام، سلامت باشید. میگم چرا؟ بله، سلام علیکم، بیننده بعدی بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشید. الو، خسته نباشید. سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. صدا شما داره پخش میشه. برای سلام علیکم عزیزانی که تماسشون برقرار میشه، من خواهش میکنم برای اینکه ما مجبور نشیم که تماس شما رو قطع بکنیم، صدای ما را از طریق تلفن بشنوید و صدای گیرندتون رو کاملا ببندید. برای سلام علیکم. سلام. علیکم السلام. سلام. خسته سلامت باشید. من از هم مزاحمتون میشم. بفرمایید. امشب بار اولیه که برنامه شما رو میبینم. میخواستم بدونم که پیغمبر ما از رسول که شما اعتقاد داریم و ما شیعیتون هم اعتقاد داریم، همه ما میدونیم که حضرت فاطمه دختر ایشون بوده، موسیقی علاقه خیلی خریدی به اون حضرت داشته، جوری که فرمودن که فاطمه از من هست، هر کس فاطمه رو دوست داشته باشه منو دوست داره، هر کس من دوست داشته باشه خدا مورد محبوبه اینو که قبول داریم. میخوام بدونم که خیلی من تا به حال دین شما رو به قولی مطالعه نکردم و هیچ اکانتی هم نمی کنم، ولی خیلی دلم میخواستم راجع به این مسئله حضرت زهرا توسط آقای عمر اونجور بین در بار قرار گرفتن و بچه شون رو سخت کردن و دل پیغمبر یه جور بابت این خواستن. من میخوام بدونم شما راجع به این مسئله چه توضیح دارین به ما بدید. من میخوام نظر شما چیه؟ چشم خواهر گرامی، حتما انشالله در این مورد صحبت خواهیم کرد. سوال دیگری هم دارید؟ نه، سوال دیگری نه. تشکر از شما، تشکر از تماستون. بیننده ما باشید، انشالله خواهید شنید جوابتون رو. تشکر از شما، خدا نگه دارید. بله، سلام علیکم، آخرین تماس رو میگیریم. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم، شما خوبید؟ سلامت باشید، لطفا صدای تلویزیون رو ببندید. بفرمایید. بله، بفرمایید برادر عزیز، صدا شما داره پخش میشه. سلام علیکم، سلام محترم، شما خوبید؟ سلامت باشید، الله مطالبتون کنه. زنده باشید. استاد محترم، من راضی در برنامه امروز شما داشتین، میخوام این چند کلمه صحبت داشته باشم با شما. خیلی مختصر بفرمایید، وقت برنامه کم مونده. خیلی مختصر در یک دقیقه سوالتون رو بفرمایید. البته من سوالی ندارم، نظر به امیزی که نظر اعتماس سن نظر به گفته قرآن، من یک خوبتم قادر جواد هستم. بله؟ بله، صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. میگم نظر به گفته قرآن انشالله که من به شما منم نوید میدم، اسمم قادر جواد هست، از افغانستان هستم، فعلا در ایران هست. قرآن شده سیار هست، بایتک امین کم امتی یعنی خیلی بله. انشاءالله شما از جمله آن گروه هستید و کسانی هم که با شما مخالفت می‌ورزند. بله. بعضی مثلا در بازم در قرآن آیه بعد از او در قرآن آیه آمده که میگه ولا تکونو کلذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات و هدی کلام الله العظیم. درست. تشکر برادر عزیز بزرگوار، تشکر از حسن نظر شما. زنده باشید، بارک الله فیک، تشکر از شما. من عذر میخوام از عزیزانی که پشت خط هستن، ما انشالله سوالات رو مطرح خواهیم کرد، اگر فرصتی داشتیم انشالله یکی دو تماس دیگر هم میگیریم. خالد برادر عزیزمون که فرمودن که اینا نتونستن قضیه امامت رو ثابت بکنن، و آقای هاشمی هم از ایران که در مورد صحابه بیشتر صحبت بکنیم که انشالله برنامه‌ای خواهیم گذاشت در این مورد. عزیزمون از تاجیکستان، فرق امام مهدی اهل سنت و امام زمان شیعیان را اگر خیلی مختصر بفرمایید. امام مهدی که اهل سنت و جماعت به آن معتقد هستند، ما اینو جز اصول دین خودمون نمیدونیم.
درست. یعنی امامت ائمه 12 رو به تعبیری که شیعه معتقد هست که یکی از آنها مهدی باشد بیان آنها ما قبول نداریم و هیچ گونه دلیلی هم ندارد. انشاءالله در جلسات بعدی به صورت مفصل در این زمینه ما بحث خواهیم کرد. امامتی اهل سنت و جماعت برای مهدی قائل هستند، اهل سنت مهدیشون هنوز به دنیا نیومده و هیچ کسی معتقد نیست که ایشون به دنیا آمدن و اسمشون محمد ابن عبدالله هست، برخلاف مهدی شیعه که محمد ابن حسن اسمش رو گذاشتند و که معتقد هستند که در واقع به دنیا آمده. و این تفاوت اصلی هست در میان مهدی اهل سنت و مهدی شیعه، هم نامش متفاوت هست و هم در واقع در مورد ولادتش با هم دیگر کاملا متفاوت هستند، هم پدرش کاملا متفاوت هست و از فرزندان حسن عسکری در واقع نیست و این مهدی هست که اهل سنت و جماعت روایاتش دقیقا وجود داره در نزد اهل سنت و جماعت، از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، در آخر الزمان ایشون در واقع ظهور میکنند و دین اسلام را در واقع تقویت میبخشند. بین گونه نیست که ایشان بیان دین جدیدی رو بیارند، قرآن جدیدی رو بیارند، یا تا زمانی که ایشان نباشد دین در واقع کامل هست، یا ما در واقع معذب باشیم که در انتظار ایشان بنشینیم برای ظهور ایشان در واقع طلب در واقع تعجیل بکنیم. و مهدی از دیدگاه شیعه و سنی در واقع یکی از علامات قیامت هست. دعا کردن برای فرج مهدی، برای ظهور مهدی، مثل این است که ما بگیم پروردگار قیامت را زودتر بیار، مثل این است که دعا بکنیم پروردگار را دجال زودتر ظهور بکنه. یکی از علامت‌های قیامت هست و هیچ جای دین ما برای ظهور مهدی در واقع ناقص نیست، دین کامل هست الان و تا زمان ظهور مهدی ایشون فقط بیان با عنوان یک مصلح در واقع اسلام را تقویت میکنند. بله، این رفتار و کرداری که امام زمان شیعیان در کافی و بهار الانوار و غیره اومده که کعبه رو خراب میکنه، مسجد پیامبر رو خراب میکنه، ابوبکر و عمر از قبر زنده میکنه، با آتش میکشه، همسر پیامبر عایشه رضی الله تعالی عنها رو از قبر بیرون میکنه، حد زنا میزنه ولایذ بالله، این اعمالی رو که در کتب شیعه اومده، آیا این جنایت ها رو امام زمان اهل سنت هم انجام میده؟ اینا تمام عقده هایی هست که راویان شیعه داشتند. مهدی که برای به عنوان اصلاح بیاد به هیچ عنوان این کارها رو نمی کند. اگر عمر باشد، عثمان باشد، ابوبکر باشد، عایشه باشد یا هر کسی دیگر، قاتلان حسین باشد، هر کسی بالفرض گناهی رو انجام داده باشه، قهر و غضب خداوند متعال بیشتر از مهدی هست. نیازی نیست اینا دوباره زنده بشن در دنیا، الله متعال اونها رو به دست مهدی اونها رو در واقع بیارد و عذاب بکند، چون این چیزی اصلا وجود ندارد. و دلایلی که در این زمینه هم هست تمام جعلی هست، تمام روایات ساخت هست و اصل مهدی رو هم نمیشود از اعتقاد شیعه ثابت کرد، چه برسد به کارهایی که مهدی در آخر الزمان در واقع انجام میدهد. و این مهدی که شیعه به آن معتقد است یک افسانه هست و با مهدی شیعه اهل سنت و جماعت کاملا تفاوت دارد. بله، جزاکم الله خیر. مهدی جان از ایران در مورد 12 امام و یک، یعنی بیشتر صحبتهایشون صحبتهای عاطفی بود، میگفتن که ما اعتقاد داریم ما به 12 امام. آیا یعنی عاطفی بودن، احساساتی برخورد کردن در امور قاضی فردا در پیشگاه خداوند یعنی مورد قبول هست؟ میگه من اصلا کتاب اصول کافی را اصلا نشیدم و به این کتاب اصلا اعتقادی ندارم، اون تو من شیعه 12 امامی هست. نه، امام شیعه 12 امامی از کجا هست؟ این دلیل 12 امام را از کجا آوردن؟ از کتاب‌های مانند همین کتاب اصول کافی و کتاب‌های دیگر. غیر از این، امامت جزء ایمان شیعه هست و جزء اصول مذهبشون، اگر اصول دین نگوین جزء اصول مذهب، بنیاد اسلام و علی خمسین و کیک از اونها ولایت هست، ولم یناد لشه مثل ما نودی للولایه، که هیچ چیزی رو در همپای ولایت و امامت علی یا دیگر ائمه نمیدونن. مباحثی که ما در اینجا بحث میکنیم به معنی این است که ما میخوام در زمین تحقیق بکنیم، ما روایات شیعه رو در اینجا بررسی میکنیم، ما با خود امام هیچ گونه کاری رو نداریم. ما بارها گفتیم که تمامی ائمه اهل بیت اونهایی که شیعه اونها رو امامان خودشون میدن میدانند، اینها بزرگان اهل سنت و جماعت هستند. والله من مطمئن هستم محبت خالصانه ای رو که ما نسبت به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم بسیاری از این مدعیان تشیع در واقع ندارن. منتها وقتی که بحث اصول دین باشد، بحث اثبات اعتقادات باشد، ما راهی جز
از استدلال از آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نداریم. وانچه در این برنامه مطرح می شود مباحث علمی و در واقع تحقیق علمی هست که ما برای این که حقیقت واضح و آشکار بشود خدمت بینندگان عزیز ما این رو ارائه می دهیم. و به خاطر همین امامت اثناعشر هست که شیعه قرآن رو تحریف شده می دونند و اهل رسول الله صلی الله علیه وسلم رو اصحاب ایشان رو مرتد می دونند، کافر می دونند، اهل سنت و جماعت رو کافر یا اینکه ناسبی می دونند و بقیه اختلافاتی که در این زمینه وجود دارند. منشأ تمام این مصائب در تاریخ اسلام همین اعتقاد امامت بلافصل علی و بقیه ائمه اثناعشر بوده. بله جزاکم الله خیر. آقای صالحی خیلی ناراحت بودن، میگفتن که اسم عمر رو نبرید و یعنی اینا که ادعا میکنن شیعه هستن و از اسم عمر اینقدر بدشون میاد. علی فرزندش رو عمر اسم گذاشته، امام موسی کاظم فرزندش رو عمر اسم گذاشته، یعنی امام حسن فرزندش رو عمر اسم گذاشته. چرا دشمنی با اسم عمر؟ چون که اینا با علی دشمنی دارند. وقتی که علی یکی رو به عنوان داماد خودش انتخاب کرده، دختر خودش رو بهش داده و وزیر عمر بوده و تمام فرزندان خودش و هم علی رضی الله عنه و هم دیگر ائمه فرزندانشون به نام عمر و به نام عثمان، به نام عایشه نامگذاری کردند، یعنی این که کسانی که برخلاف عمر هستند عمر رو ناسزا میگن، اینها شیعیان واقعی علی رضی الله تعالی عنه نیستند. بله جزاکم الله خیر. دوستان فقط این تصویر رو نشون بدن جهت اطلاع این عزیزمون. این علی رضی الله تعالی عنه یکی از پسرانش عمر اسمش بود، حسن رضی الله تعالی عنه یکی پسرانش عمر اسمش بود، حسین رضی الله تعالی عنه یکی پسرانش عمر اسمش بود و علی زین العابدین امام سجاد عمر اسم پسرش بوده و امام موسی کاظم یکی از پسرانش عمر و دیگری ابوبکر بوده و این نشان دهنده این است که اهل بیت از اسم عمر بدشون نمی اومده و این مطالبم در کتابهای خودشون اومده و تنها در مصادر اهل سنت نیست. و بیننده بعدی از تاجیکستان آقا عبدالجبار می فرمودن که ما مهاجر هستیم در اینجا، مشغول کار و طلب رزق حلال، اگر که فوت بکنیم شهید محسوب میشیم یا نه؟ فوت به صلاح طبیعی به هیچ عنوان شهادت اگر به خاطر کار باشه، به خاطر کار باشد، این قربت اونها نزد الله متعال ارزش دارد و این کسب روزی حلال این ارزش دارد، جز واجبات و وظایف اسلامی هست و جز دستوراتی هست که الله متعال در واقع برای انسان واجب کرده و خود این زحمت و تلاشی که شما میکشید این به عنوان یک صدقه جاریه هست برای شما. حتی لقمه نانی که شما برای زن و فرزند خودتون در واقع تهیه میکنید این رو به عنوان صدقه الله متعال از شما میپذیرد و در این زمینه روایات متعددی هم وجود دارد. و یک نقطه هم هست در اینجا اگر اجازه بدید، من این فقط به عنوان آخرین نقطه از این کتاب من خدمت بینندگان عزیز من یک سوال این خواهرمون خیلی مهم است در مورد حضرت فاطمه میتونیم به این برسیم؟ مدت 4 دقیقه وقت. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ما ویژه برنامه در موردش گذاشتیم، مفصلا در مورد ایشون و در مورد خواهران دیگرش در این شبکه ما مفصلا صحبت کردیم. اصلا برنامه‌ای به نام بانوان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم در این شبکه ما داریم و فضایل فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها در کتاب اهل سنت در صحیح بخاری و بقیه صحاح و سنن اهل سنت والجماعت کاملا وجود دارند، که در صحیح بخاری هست که فاطمه تو سیدت النساء اهل الجنه، سرور زنان بهشت هست، یا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فاطمه تو وضعت منی، پاره تن من هست، یا حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگویند که من کسی را که برتر از رسول الله صلی الله برتر از فاطمه باشند من ندیدم جز پدر بزرگواریشان. فضائل فاطمه رو هم کسانی برای ما نقل کردند که امروزه از دیدگاه شیعه اونها مبغوض هستند، مانند حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها. و این جریانی که ایشون گفتند که عمر رضی الله تعالی حمله کرده به خانه فاطمه زهرا و ایشون در واقع منجر شده که سخته جنین بکنند، این افسانه هست و با هیچ عقلی و معیار علمی و تاریخی به هیچ عنوان قابل در واقع اثبات نیست. حضرت علی رضی الله تعالی عنها دختر خودشان را که دختر فاطمه زهرا بودند به عقد حضرت عمر رضی الله تعالی عنها در آوردن و این دلیل بر این است که دیدگاهی که امروز شیعه دارن غیر از دیدگاهی است که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نسبت به اصحاب رسول الله و نسبت به حضرت عمر رضی الله تعالی عنه داشته. بله. حتی در مصادر تاریخی هم هیچ سند صحیحی وجود نداره. هیچ سند صحیحی نه در مصادر تاریخی دارد و نه در مصادر در واقع حدیثی و روایی، نه نزد شیعه و نه نزد اهل سنت و جماعت.
جزاکم الله. مطلبی که مطالب دیگری هست در مورد این باب که اینو انشاءالله در جلسات گذشته که در مورد مهدی هست اینو بهش اشاره میکنیم در جلسات آینده انشاءالله. منتها یکی دیگر از تناقضاتی که در این باب هست این است که روایت ششم و هفتم هست که واقعا با هم دیگر تناقض دارن. در روایت ششم روایتی هست که در این روایت علی ابن مهذیار این مطلب رو بیان کرده، دوستان این نمایش بدن. علی ابن مهذیار میگه که من به ابوالحسن گفتم، قلت لابی الحسن، به امام هادی رحمت الله علیه من گفتم که ان کان کون و اعوذ بالله فالى من، اگر اتفاقی افتاد ما به چه کسی مراجعه بکنیم بعد از شما؟ ایشون فرمودند که عهدی الی الاکبر من ولدی، عهد من، وصیت من یا این جایگاه و مقامی که من دارم این برمیگرده به بزرگترین فرزند من، به بزرگترین فرزند من. در روایت بعدی این همین مطلب رو ذکر کرده و منتها به عنوان یک نامه هست، قال فكتب الی فی الکبیر من ولدی، من سوال کردم که این امامت مال چه کسانی هست، به چه کسی میرسد. امام هادی نوشتند که فكتب الی فی الکبیر من ولدی، فرزند بزرگتر من امام میشود. قال و کان ابو محمد اکبر من ابی جعفر، ابو محمد بزرگتر از ابو جعفر بود. ابو جعفر اسمش هست محمد، محمد ابن علی برادر بزرگتر حسن عسکری بوده. در اینجا ادعا کرده که ابو محمد یعنی حسن عسکری از برادرش که محمد بوده و اسم ابو جعفر بوده بزرگتر بوده. این در واقع یک تضاد و تناقضی است. در روایت اول به صورت کلی گفته که امام بزرگترین فرزند من هست، در این روایت به دروغ آمده و ادعا کرده که ابو محمد یعنی امام حسن عسکری بزرگترین فرزند من است. در موردی که در یک صفحه قبل در همین کتاب در فاورخیش در اینجا نوشته که در مورد برادر امام حسن عسکری میگه، دوستان نمایش بدن، هو ابو جعفر ولده الاکبر، ولده الاکبر، فرزند بزرگتر حسن امام، فرزند بزرگتر امام هادی است. و این مطلب در کتاب الوافی جلد دو هم در زیر این روایت این مطلب رو کاملا آورده و تصریح کرده در شرحش که ابو جعفر یعنی محمد بزرگتر از امام حسن عسکری بوده و این تناقض دیگری هست که در روایات این باب وجود دارد. بله جزاکم الله خیر. من تشکر میکنم از حضرت مولانا عبدالقدوس دهخان و شما عزیزان بیننده که تا این لحظه با ما همراه بودید. کلیپ زیبایی هست از یکی از علمای شیعه در مورد قضیه حضرت زهرا و آتش زدن خونه ایشون که از این خواهر گرامی خواهش میکنیم که کمی تحمل داشته باشن و این کلیپ رو بعد از برنامه ببینن که چگونه این آخوندها به شما دروغ میگن. تشکر از تک تک عزیزانی که تماس گرفتن و عذر میخوام از کسانی که پشت خط بودن نتونستیم که صدای گرمشون رو بشنویم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، الله یار و نگهدارتان باد و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر.